سلام دارم خدمتتون جناب سرزایی، جناب خراسانی. خیلی ممنون این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم. معمولا آخر سال بحث کارگران و مسئله حداقل حقوق جزء موضوعاتیه که خیلی بهش پرداخته میشه. ما توی این دوره‌ای که رشد اقتصادی خیلی وضع مناسبی نداشته، بالاخره گروهی که شاید بیش از همه آسیب ببینن همین گروه کارگران، مخصوصا اون افرادی که بالاخره درگیر حداقل دستمزد هستن و سیاست حداقل دستمزد هم توی این ایام در موردش بحث زیاد میشه که آیا این سیاست به عنوان یک سیاستی که هم به رفاه این قشر میخواد کمک بکنه، هم اثر روی برطرف کردن نابرابری ها بذاره، آیا سیاست درستی هست یا نه. خب معمولا مخالفان هم به مسئله مارپیچ تورم اشاره میکنن، هم اثراتی که ممکنه روی تعدیل نیروها، غیر رسمی شدن قراردادها داشته باشه. حالا ما توی این جلسه میخوایم تلاش بکنیم یه قدری این سیاست رو در موردش گفتگو کنیم و ببینیم که ذیل این سیاست یا هر سیاست دیگه‌ای بالاخره کارگران چگونه باید از حقوق خودشون و نیازهایی که در حوزه رفاهی دارن بتونن دفاع بکنن و بهش دست پیدا بکنن. جناب سرزعیم اگر موافقین از شما شروع بکنیم، به نظر شما این سیاست اون انتظاری که ازش داشتند محقق کرده نکرده و چه باید کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی، عزیزانی که دغدغه دارن نسبت به این موضوع، و خوبه که دیدگاه مختلف رو بشنوند. بعضی ها تو کشور ما، حتی شاید کشوری دیگه هم همین جوری باشه، چنین تلقی رو جا میدادن که اقتصاددان ها احساس ندارن یا دغدغه بخش مختلف جامعه رو ندارن، برای همین ایده های خاصی دارن و من از هر فرصتی که به دستم بیاد استفاده میکنم برای اینکه نشون بدم که اقتصاددان ها مثل بقیه جامعه دغدغه همه قشرا رو دارن و ای بسا بیشتر، اگه کمتر، اگه بیشتر نباشه واقعا کمتر هم نیست، و استدلالای پشت حرفاشون دارن که خوب اونها شنیده بشه و به زبان ساده گفته بشه تا نوع نگاه فهمیده بشه، اون وقت آدم دست به انتخاب بزنن که میپسندن یا نمیپسندن. نکته اول. نکته دوم، من با کلمه کارگر مخالفم. کلمه کارکن درسته، این امپلوی هستش در واقع که ترجمه غلط شده کارگر. کارگر یه بار ارزشی داره، همیشه معنیش این هستش که کسی که مثلا شغلای خیلی پست و ضعیف و ساده و اینها انجام میده، ولی حقوق کار برمیگه به همه کارکنان. میکردم یه کارکن بار معنی خونساتری داره، برای گفتگو واقعا مناسب تر هستش. نکته سوم این هستش که شیوه درست گفتگو یا مناظره معمولا اینجوری است که افراد آراء همدیگر رو بخونند، آشنا بشن، بعد بیان مناظره بکنن. من این تئوری رو میدونستم و خودم عمل نکردم متاسفانه، فرصت نشد و تا که آرایشون رو بخونم با آمادگی بیام که بدونم چه مباحثی مطرح میشه سورپرایز نشم. خودم باید دیده باشه آرا رو، فکر کرده باشه، ولی حالا به هر حال یه فرصتی من دست کم دیدگاه خودم رو، اون چیزی که تو دانش اقتصاد یاد گرفتم در میون بذارم. خب بعد از این سه تا مقدمه برگردیم به سوال اصلی، حداقل دستمزد آیا قابل دفاع هست یا نیست. ما به صورت طبیعی تو اقتصاد یه فرض داریم که قیمت هر چیزی تو بازار در میاد از عرضه و تقاضا، و قیمت نیروی کار به اصطلاح عرضه نیروی کار و تقاضا نیروی کار، یه قیمت برای نیروی کار ایجاد میشه که به اون دستمزد گفته میشه. خب وقتی شما اقتصاد آزاد باشه، تعاملات داوطلبانه باشه، قیمت تعادلی، یعنی دستمزد تعادلی ایجاد میشه و عرضه و تقاضای نیروی کار هم رو اون دستمزد تعادلی به اصطلاح قرار میگیرن. حالا وقتی که شما به صورت دستوری میخواید دستمزد رو یا قیمت نیروی کار رو بالاتر از نرخ تعادلیش بگذارید، به صورت طبیعی اصلا منحنی ساده عرضه و تقاضا دیده میشه که تقاضای نیروی کار از سمت کارفرما کم میشه، عرضه نیروی کار از سمت نیروی کار زیاد میشه و اینجا پدیده بیکاری شکل میگیره. بنابراین به صورت طبیعی فرض اقتصاددانان این هستش که اختلال تو بازار کار به شکل اینکه شما قیمت رو
از قیمت تعادلیش منحرف بکنی ببری بالاتر، این آسیب زاست، بازار رو به هم می‌ریزه، طبیعتا بیکاری ایجاد میشه. کسایی که میتونستن کار بکنن در دستمزدهای پایین‌تر راضی بودن کار بکنن، اونا رو محروم میکنی، بیرونش میکنی از بازار کار، بیکار میشن. کارفرمایی که حاضر بودن تو نرخ‌های پایین‌تر افرادی رو اشتغال ایجاد کنن براشون، اونها یه بخششون منصرف میشن از استخدام نیرو و این خب برای جامعه بده. البته این قضیه که کلیاتش حرف درستی است، از دید نظری اقتصاد و همه اقتصاد دارن تقریبا اجماع هست روش که قبول دارن، یه تبصره زده میشه روی حوزه مینیموم ویج. این بحث هست که اگر یه خورده بالاتر از دستمزد تعادلی گذاشته بشه، میگن اثر جنرال اکویلیبریومش، اثر تعادل عمومیش میتونه خونسا بکنه اون اثر بدش رو. به چه صورت؟ وقتی شما یه خورده مقدار کمی بالاتر از تعادلی دستمزد قرار میدی، قدرت خرید خانوار بیشتر میشه، تقاضا برای کالا و خدمات تو اقتصاد بیشتر میشه، همین رغبت تولید بیشتر ایجاد میکنه، همین میتونه اشتغال بیشتر کنه، اثر بیکاری رو تا حدی از بین ببره. بنابراین گفته میشه که مینیمم ویج اگر به مقدار محدودی بالاتر از دستمزد تعادلی باشه میتونه بد نباشه. خب اون اثرات اختلال زایی که تصور میشد دستکاری تو این بازار ایجاد بکنه نداشته باشه. اما اگه این قضیه خیلی افراطی بشه، خیلی بالاتر از دستمزد تعادلی بشه، نه دیگه، این اثر جنرال اکولیبریومش جدی نخواهد بود و حریف اون حجم بیکاری که ایجاد میکنه نخواهد شد. خب این تو نظریه اقتصاد هستش. برگردیم رو زمین ایران صحبت اگه بخوایم بکنیم، ببینیم که این حرف چقدر منجز هست و صادق هست تو اقتصاد ایران. آمارها نشون میده اون که نرخ بیکاری تو جوانها زیاده، تو میانسالا کمه و حداقل دستمزد و دستمزد پایین معمولا مسئله جووناست، کمتر مسئله میان سالا پیرها اینها هستش. و برای جوان ها هم دستمزد لزوما اولویت اول نیست. داشتن شغل، کسب تجربه و یادگیری کار اولویت ای بسا مهمتری هستش، چون اینا لزوما کسی که وارد بازار کار میشه تو سن 17 18 20 اینا متأهل نیستن، خیلیشون با خانواده زندگی میکنن، هزینه ثابت زندگی و با تو زندگی خانوادگی پوشش داده میشه. و این نفس این که تجربه کسب بکنه، نفس این که تو خونه نباشه، نفس این که احساس بتالت نکنه، نفس این که مهارتی یاد بگیره، اینا براش خیلی ارزشمند هستش. همین ما میدونیم بسیاری از خانم ها، دختر خانم ها خیلی دوست دارن که برن دست کم تو مطبی کار بکنن به جای اینکه همش تو خونه باشن، ولو با دستمزدهای پایین. نفس این که تو خونه نمونن، احساس کنن تو جامعه مفید هستن و سربار خانواده نیستن و اینها براشون چیز مهمه. حالا وقتی شما میای تمام فشار رو میذاری که این رو دستمزد تعادلی نباشه، بالاتر باشه یا خیلی بالاتر دستمزد تعادلی باشه، عملا به این قشر آسیب میزنی. خب شواهد هم قشنگ داره نشون میده بیکاری تو جوان خیلی بالا است. این تو آمارها هم نشون میده که نرخ بیکاری تو جوونا، اونایی که فارغ التحصیل شدن، اینها حالا چه دیپلم چه سیکل چه دانشگاه، اینها تازه وارد بازار کار میشن خیلی بالا. ما سنتا یه چیزی داشتیم تحت عنوان کارآموزی، استاشاگردی، که فرد میومد لزوما تقاضای حقوق کاملا نمیکرد، ولی برای یادگیری بود، میومد یاد میگرفت کار رو، اعتماد جلب میکرد و کم کم اینا کنار هم کار میکردن و به تبع اینکه میدید لیاقتی داره دستمزدش رو میبرد بالا، کارایی داره، گاهی اوقات انقدر خوب میشه این رابطه که دخترشون رو میدادن بهش. گاهی اوقات شما میدید که سرمایه میداره خودش مغازه بزنه. ما از این مورد، من خودم دیدم افرادی که به من نقل کردن، این تو تجربه داخلی خودمون بود. تو تجربه دنیا هم من چیزی تو اروپا دیدم رو خدمت رو عرض بکنم، آمریکا رو نمیدونم. دانشجویان تو اروپا یه چیزی دارن به اسم استاژ، همه تقریبا میرن، همه کسایی که فارغ التحصیل میشن، لیسانس و اینها، به این معنی که شما از 3 ماه تا 1 سال
میری توی یه شرکتی با یه سوم حقوق، یه چهارم حقوق، گاهی اوقات مثلا 300 یورو 300 یورو خرج رفت و آمد شما رو هم نمیده. خب ولی میرن همه میگن که به اینکه رزومه خالی نباشه بریم تجربه، و شرکت هم استقبال میکنن، نیروی کار ارزون میاد براشون، 300 یورو مفت دیگه، به جای اینکه 2000 یورو بدن 2500 یورو بدن نیروی 400 یورو 500 یورو 600 یورو خیلی بهش بدن، خیلی لطف کنن 1000 یورو. خب یعنی نصف مثلا حقوق کامل، و یک تا یک سال اونجا هستن، اگه ببینن خوبه تازه استخدامش میکنن، اگه ببینن خوبه رد میکنن. گاهی اوقات افراد دو بار سه بار استاج میرن. خب قانون این انعطاف رو گذاشته که جوانا اینجوری برن کار یاد بگیرن، مهارت یاد بگیرن، رزومه شون پر بشه. وقتی شما همه رو الزام میکنی به خاطر اینکه خیالم راحت بشه فقرایی که شاغل هستن و منبع درآمد دیگه ای ندارن حداقل زندگیشون تأمین بشه، کل سیستم هم میریزه. آره اونا به نفعشون میشه، ولی کل این جوانایی که مسئله شون الان تأمین مالی نیست، مسئله شون چیز دیگه است، اونا آسیب ببینن. بله. ارسلام مجدد دارم خدمتتون جامعه خراسانی. من فکر میکنم که جامعه سرزمین تلاش کردن که همون رویکرد اقتصادی که ما اگر از تعادل به نفع افراطی خارج بشیم چه اثری ممکنه، مخصوصا رو مسئله بیکاری، خصوصا برای افرادی که بخوان تازه وارد بازار کار بشن داشته باشه. علاوه مندم دیدگاه شما رو هم بدونم در خصوص سیاست حداقل دستمزد و مسئله رفاهی کارگران. بله سلام عرض کنم، خیلی متشکرم. منم یه مقدار سورپرایز شدم راستش. ببینید مسئله دستمزد نیروی کار یه شرط حداقلی داره، چون من فکر کنم نرخ تعادلی خیلی امر انتزاعیه و تقریبا تو هیچ بازاری درباره نیروی کار به کار نمیرید. اونم اینه که شما با نیروی کارتون بازتولید بشه، یعنی باید شما دستمزدی داشته باشید که نیروی کار بدونید این غذا میخوره، بهداشت داره، یه سرپناه داره و چه میدونم آموزش، از آموزش میتونه استفاده کنه، و نیروی کار باید بتونه باز تولید بشه برای اینکه نیروی کار باقی بمونه. مبنای حداقل دستمزد همونطور که تو قوانین ما در واقع متعدد اومده، قوانین جای دیگه حتی مثلا از جمله اولین جایی که اجرا شد نیوزلند بود، بعد خب توی بسیاری از کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی الان بحث شده، مثلا تو استرالیا، تو امریکا که اونجا خب ایالتیه، داستانهای متعددی داره. ولی مبنای همش چیه؟ یه فلسفه روشن داره. فلسفه روشنش اینه که نیروی کار بتونه خودشو بازتولید کنه، کسی که میره سر کار بتونه یک ماه دیگه هم نیروی کار باقی بمونه. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، فقط یک مثال میزنم از تبعات آنچه آقای دکتر گفتم، که ما یه نمونه بسیار مشخص توی ایران داریم. ببینید موقعی که عسلویه داشت ساخته میشد، در فاز ساخت عسلویه، ما نزدیک به 50,000 نیرو بردیم اونجا و شروع کردیم قراردادهای کوتاه مدت، پیمانکاران متعدد. میدونید عسلویه اولین نمونه شهری بود که پروژه شهر شرکت سازی، یعنی شهر استخراجی بود که دیگه شهر براش نساختن، برخلاف گچساران، مسجد سلیمان، آبادان، برخلاف سنت شرکت شهرسازی ما که ما همیشه برای شهرهای استخراجی و صنعتی شهر می‌ساختیم، ما اونجا شهر نساختیم. ما 50,000 تا نیروی کار رو بردیم اونجا و به این پیمانکارامون گفتیم که ما نظارت نمی‌کنیم، هر جور خواستید استخدام کنید، هر نیروی از هر جایی خواستید وردارید بیارید. تعادلیه دیگه. خب وسط یه بیابونی که در واقع تو دمای 45 درجه، رطوبت 88 درجه در واقع سانتیگراد، خیلی ببخشید 88 درصد، نیروی کار باید بره تو ارتفاع 100 متری کار کنه. خب اتفاقی که تو سر اون 50,000 تا نیرو چی اومدش؟ اون نیروی کار از جاهای مختلف کشور رفتش، به خاطر اینکه بیکاری بود، به خاطر اینکه احتمالاً توی چه میدونم تو اگر تو خراسان بود فکر میکرد اینجا فرصت کاری بهتری نداره. اینها گسیل شدن به عسلویه، توی یک منطقه وسیع باید کار کنن، جوشکاری، بتون روزی، کارگر ماهر و نیمه ماهر و در واقع غیر ماهر.
این مطالعات نشون میده، آقای دکتر ظفرقندی مطالعه جدی دارن راجع به اینکه حجم زیادی از این کارگرا برای اینکه بتونن کار کنن تریاک میکشیدن. توی اصل یه مسئله بسیار معروف وجود داشت بین کارگرا، میگفتن تا نکشه نمیکشه. یعنی این ساخت، این صنعت ملی که ما داریم بخش زیادیش دود تریاکه، برای اینکه نیروی کار باید بازتولید میشد. اون نیروی کاری که قرار بودش روزی 8 ساعت 10 ساعت بره بال توی ارتفاع 100 متری تو دمای 50 درجه جوش کاری کنه، خب اونجا دماش هم بیشتر میشه، 5 ساعتش انرژی بدنیشه، 4 ساعت انرژی بدنیشه، بقیهش تریاکه. نرخ تعادلی هم بود، خب یعنی اونجا یه نرخی بود، بالاخره با یه نرخی اونجا استخدام میکردن که نظارت دولتی هم نبودش که، یعنی تا سالها اصلا نظارتی نبودش. بعدش تو فاز بهره برداری بود که یه مقدار نظارت ها بیشتر شد و قراردادها مشخص شد و چیزهای شایبی. در نتیجه میخوام بگم که اتفاقا ما از این نمونه ها بسیار داریم، ولی چون از محدوده دید شهری خارجه، خب ما معمولا چیزه در واقع به حساب نمیاریم. بخش زیادی از این گازی که من و شما داریم مصرف میکنیم فقط کار مرده توش نیست، دود مرده هم توشه. خب یعنی اگر ما لحاظ نکنیم باز تولید نیروی کار رو، اگر فکر کنیم ما 50,000 تا نیرو آوردیم که شهرم نمیخوایم بسازیم، اسکانشون هم نمیخوایم بدیم، هر جا رفتن رفتن، بعد یواش یواش خوابگاه‌های شروع میکنیم بعد سالیان به تدریج خوابگاه‌های بسازیم، بعد 1,000 تا کارگر توی یک بیوسط یک بیابون توی یک خوابگاه، خب این نیروی کار چطوری میخواد باز تولید بشه؟ شما فکر کنید کارگرا، شما تصور کنید کارگرا به هر دلیلی، به هر دلیلی فکر کنید 10 میلیون آدم از عراق اومدن اینجا در واقع جویای کارن، نرخ تعادلی کارم اومد پایین، تصور کنید کسانی هستن با مثلا با مای 2 میلیون تومان برن اونجا کار کنن، شما خب قاعدتا مثل اونجا باید جنازه تحویل بگید، مگه کم پیش اومده اونجا سانحه کار؟ شما حجم سوانح کار و حجم در واقع گرمازدگی که منجر به سکته شده، بسیاری از این خوابگاه ها درمونگاه دارن، یعنی به دلیل اینکه توی فصل‌های گرمسال بسیاری از این کارگرها حالشون بد میشه. این نتیجه این نگاهی که خیلی خب ما حالا حداقلی هم نباشه، نظارتی هم نباشه، چون اونجا قرار نبود نظارتی باشه، قرار بود در واقع مسئولین وقت اعتقاد داشتن که این جمله آقای زنگنه است که میگفت کارفرما لوکوموتیو، کارگر واگونه. خب یعنی حالا حتی همچین اعتقادی هم داری در مقام وزیر که نباید بگیم، خب ولی همچین نگاهی وجود داشتش. در نتیجه میخوام بگم این چیز داره، حالا جدای جمله آخرم میگه، جدای بحث‌های مطالعات جهانی متعددی که روی حداقل دستمزد انجام شده و نشون میده که این حداقل دستمزد آخرین گریزگاه و آخرین پناهیه که نیروی کار میتونه به اون متوسل بشه برای اینکه از گرسنگی نمیره. ما الان درباره واسه همین یه مقدار این داستان نرخ تعادلی رو باید با احتیاط بسیار زیاد استفاده کرد. بله سرزمین، این اگر ما مفهوم حداقل دستمزد رو از اینجا بگیریم، همونجوری که فکر میکنم مثلا مذاکرات سالیانه هم پس در مورد سبد معیشتی و حداقل کالری و اینها میشه، خب بالاخره کارگرا یا به قول شما کارکننده ها، کارمندا باید زنده بمونن دیگه. این ماجرا رو و حتما اثر آتی داره رو خود بازار، اینو چجوری باید اگر به عرایز من دقت میکردید نا کنید، بازار کار یه بازار انگلیسی میگن فرگمنتد، حالا فارسی میشه شقه شقه بخش بخش. خب یعنی شما های اسکیل افراد خیلی مهارت بالا این هست یه بازار دیگه هستن، لو اسکیل یه بازار دیگه است. خب اسکیلد ورکر داستانش فرق میکنه، آن اسکیلد اونی که هیچ مهارتی نداره، خب این داستانش متفاوت میشه. بنابراین ما بحثمون اصل حداقل دستمزد ناظر به کی هستش؟ اون بخش بازاره که آن اسکیلده هیچ مهارت، هیچ تجربه و کار کاملا ساده میتونه انجام بده. خب مسئله اوناست فقط، چون بقیه اصلا مسئلهشون فرق میکنه. شما یه خورده مهارت کسب بکنید، یه خورده تجربه کاری کسب بکنید تو هر چیزی، دستمزد اصلا از حداقل دستمزد بی ربطه به شما، چون دستمزد فراتر از حداقل دستمزد میشه و خود کارفرما اصلا مسئلهش هست. شما
اگر نگاه تقابلی داشته باشه کارگر کارفرما، یه جور میبینه، یه موقع میگه نه کارفرما میخواد نیرو کار زنده بمونه که کار بکنه، میخواد رغبت داشته باشه بیاد کار، اگر تأمین نشه خوب کار نمیکنه، دست دلش به کار نمیره. و ببین کارفرما اینجوری نیست که انسان نباشه، حس نداشته باشه و منفعتش هم تو این نباشه کارگرش تا حد خوبی تأمین بشه. بنابراین اصلا اون بخش بزرگی بازار کار اصلا بی ربط هم به بحث حداقل دستمزد. حداقل دستمزد ناظر به کسایی هستش که اولین بار وارد بازار کار میشن و کاملا آن اسکیل دارن. توجه میکنید یک کسی 5 سال بنایی هم کرده باشه دیگه تقریبا چیز حساب نمیشه، یه چیزایی یاد گرفته میره تقریبا از این حوزه خارج میشه. برای ما یه بخش خیلی کوچیک از بازار کار مطرح میشه در موردش که از دید من اینا بیشتر مسئله این جوانای تازه وارد هست. ممکنه افرادی هم باشن میانسال خب که جزء اینا قرار بگیرن، توجه می‌فرمایید، ولی مسئله که کی رو قربانی چی میکنیم. اگه به خاطر یه بخش کوچیکی از افراد میانسالی که آن اسکیل دستن به کل اون جوانایی که میخوان وارد بازار کار بشن با حداقل دستمزد قربانی بکنی، خب این درست نیستش. درسته تو کشور اروپایی حداقل دستمزد رو گذاشتن که ایشون به ازش اشاره کرد، ولی اکثرا شروع کردن استثناء گذاشتن برای اینکه این جوانا همه شامل نشن تو بتونن وارد بازار کار بشن، تأمین به اونا پیدا نکنه. اینقدر استثناء گذاشتن، همین عنوان استاج فلان فلان این چیزا رو گذاشتن که آسیب نزنه به اینها و ما نذاشتیم. نکته دوم این هستش که سیاست رفاهی با بازار کار لزوما یکی نیست. شما میتونید بذارید بازار کار کار خودش رو بکنه، بعد با سیاست رفاهی کاستی‌ها رو جبران بکنید. الان ما یه بخشی داریم با اینکه حداقل دستمزد داریم چه این حرفا، شاغلن ولی زیر خط فقرن. ما شاغلای فقیر داریم، بماند که بیکارای فقیر هم داریم، حالا اون معلومه که اون بدتر وضعش خب، ولی شاغل فقیر داریم. خب این سیاست حمایتی باید بیاد دیگه جمعش بکنه، توجه کردید؟ این هم نکته دوم. بحث اصلویه که ایشون مطرح کردم واقعا به نظر من واقعا قانع نشدم. 50,000 نفر استخدام شدن رفتن برای یه پروژه، خب معلومه اون نمیتونستن شهر درست بکنن، یه پروژه تموم میشد خب باید برمیگشتن دیگه. من اونقدری که اون اطلاعاتم کامل نیست، ولی اون زمان که اصلی ساخته میشد من یادم دوستای من همه شایق بودن که برن اصلی کار کنن چون دستمزد بالاتر بود. حتی دوستای من کارگر نبودن، مهندس بودن. خب برای هم با احتیاط میگم، یه کیس خیلی خاصه، من نمیدونم چرا ایشون اینو مطرح میکنه. یه سوانه دیگه کردن اصلا موضوعش فرق میکنه. ما حداقل دستمزد با ایمنی و حقوق کار، روی اینکه محیط کار باید ایمن باشه، بیمه بشه نیروی کار در برابر سوانه فلان این حرفا، بازرسی های کار انجام میشه رو ایمنی، اینا اصلا حرفی نداریم که اینا باید باشه و درست هم هستش. مسئله رو حداقل دستمزد اینها رو به نظرم تو بحث باید اصلا تفکیک کنیم. یه صحبت درستشون کردن که میشه رو اون صحبت مهاجرت و اثرش روی این قشری که آن اسکیلد هستن. خب این موضوع درستیه. قبلا آمریکا این بلا سرش اومد، الان ایران داره میاد و ما اینو تجربه کردیم. آمریکا جایی هستش که به شدت مهاجر جذب میکنه و برخلاف تصور ما بیشتر مهاجرها به آمریکا تحصیل کرده نیستن، از مکزیک فرار میکنن، از کشورهای دیگه میرن. ما قشر تحصیل کرده خودمون میبینیم که دارن میرن آمریکا، فکر کنیم همین نخبگان فقط میرن، نه، بیشتر آن اسکیل ورکرها اتفاقا میرن آمریکا. نتیجه چی شد تو آمریکا؟ رقابت روی چیز خیلی بالا شد، کارهای پست و ساده، خب دستمزد پایین موند. خب حالا به دلایل مختلف تو آمریکا سطح دستمزد تو رسته های مختلف با تکنولوژی میرفت بالا، اونجا هی ثابت میموند چون هی مهاجر میرفت. توجه کردید؟ نتیجه این وضع چی شد تو آمریکا؟ شکاف نابرابری رفت بالا. حالا کسی مثل ترامپ میاد میگه که من جلوی مهاجرای غیرقانونی میگیرم، تمام طبقه ضعیف جامعه بهش رأی میدن. الان میفهمیم چرا بهش رأی میدن، با اینکه سیاهن بهش رأی میدن. خب چون میگه من مسئله سام.
برای ما هم حالا یه مسئله جدا پیش اومده، هجوم افغانی به خاطر ناامنی که بوده، شغل نداشتن و امثال هم. این مسئله تو ایران پیش اومد که کارگری افغانی معمولا تخصص ندارن، آن اسکیلد هستن و وارد بازار کار ما شدن. تو اون بازار کار بالاخره عرضه زیاد شده، دستمزد پایین مونده. حالا شما وقتی می تحمیل میکنید دستمزد بالاتر رو، ناخودآگاه مردم سوق پیدا میکنن که افغانی رو استخدام بکنن به جای نیروکار خود ایرانی. اون یه مسئله دیگه است به نظرم. خب مسئله مهاجرت و اثری که داشت. این مهاجرای با کیفیت و تحصیل کرده می اومدن بازار کار ما، مثلا پزشکای ما دستمزدشون کمتر میشد، رفاه مردم میرفت بالا. ولی پزشکاشون نیومدن، کارگراشون اومد، نیروکار ساده‌شون. این تیکه رو من با ایشون میتونم موافق باشم رو مهاجرت. خب به نظرم حرف درستی و باید خوب فکر کرد روش. ولی بحثای دیگه نه متاسفانه. من به نظرم استدلال قوی تری لازم داریم برای این داستان. بله. آقای خراسانی، جناب سرزعیم نظرشون اینه که اون مسئله کارگران با سن بالاتر که همچنان تو دسته بدون مهارت هستن داره ما رو مجبور میکنه که به بهانه اونا کل بازار رو به هم بریزیم. قضیه از این قراره. بذار من اینطوری بگم. من مثال عسل‌گر رو واسه این زدم، واسه اینکه ما یه سنت شهرهای صنعتی داریم توی نیروی کار اونجا هستش. ما تو شهرهای صنعتی رفتیم شهر ساختیم. تو آبادان که از اول آبادان نبود، ده. که ماهشهر که ماهشهر نبود، گچساران، مسجد سلیمان، اونجا هم فاز ساخت داشت، فاز بهره برداری داشتش. ما در واقع دقیقاً به همین دلیل، یعنی ما دقیقاً به همین دلیل که فکر کردیم که خیلی خب ما تو 10 سال اینجا نیروی کار تخلیه میکنیم، برای نیروی کار، نیروی کاری که 10 سال اونجاست که نمیره، که اون نیروی کار میره کنگان، میره دیر، میره یه استان بالاتر، و نیروی کاری که سلامتش رو تو اون 10 سال از دست داده به خاطر این قراردادها. یک نکته اینه. نکته دوم این که شما بهتر از من میدونید، ما الان عمده قراردادمون قرارداد موقته، قراردادش 3 ماهه 6 ماه است. یعنی حالا طبق آماری که اعلام میشه، ما بالای 90% 93% قراردادمون قرارداد موقته توی محیط کار. توی قرارداد موقت که مسئله چیز نیستش، یعنی شما یه نیروی کاری هست، ما موارد بسیار، اینا موارد مستند شده ایه که طرف 13 سال سابقه کار داره، 8 میلیون تومان حقوق میگیره، قراردادش 3 ماه چیز میشه، در واقع تمدید میشه، 6 ماه تمدید میشه. راننده است، سرایدار، توی سربندر، خب اینا چیزن دیگه، در واقع خیلی هستن تو بنادر کار میکنن. من نکتم سر اینه که اتفاقا این بحث درسته که بازار کار تکه تکه است و هر بخشش باید در واقع اقتضاعات خودش رو داشته باشه. به همین دلیل بحث اتحادیه مهم میشه، چون اتحادیه واقعی میکنه که خیلی خوب باشه، ما کارکنان چیز داریم، در واقع کسایی هستیم که تو گیگ اینداستریز به اصطلاح در واقع همین صنایع دیجیتال دارن کار میکنن، اینها وضعیتشون متفاوته، صنعت متفاوتیه، در نتیجه نوع دیگه‌ای در واقع از نمایندگی و مذاکره رو طلب میکنن. ما کارکنانی داریم که کارکنان صنایع ساختمانی هستن، کارکنان ماهر داریم، جوشکارها، صیادان. به خاطر همینه که در واقع برای اینکه ما اتفاقا کلی نبینیم، یه امر انتزاعی به عنوان نیروی کار نبینیم، نیاز به اتحادیه هایی داریم توی تمام این بخش ها، برای اینکه و برای اینکه حرف شما اتفاق نیفته، برای اینکه دستوری نباشه. به قول شما الان مذاکره دارم میکنم، کی دستور داره میده؟ یعنی اگر نماینده یه ببینید کسی داوری اخلاقی درباره مثلا کارفرما، که مثلا کارفرما مثلا آقای تناردیه که نیست، ما چیزی موجود عجیب غریب که نیستش، که داوری اخلاقی که نمی کنیم که، ولی ما میدونیم توی انگلستان پیش از وجود اتحادیه ها و شرایط کار چجوری بودش. کار زنان بود، کار کودکان بودش، در واقع کار تو محیط های آلوده بودش، کار در واقع اون سرمایه‌دار که چیزی نمیدید، الزامی نمیدید که شرایط کار رو لحاظ کنه. ما میدونیم توی امریکا تا در واقع قبل از قرن 19 شرط کار چطوری بود، برده حجم زیادی بودش و اوضاع کار اصلا خوب نبود. و آنچه امروز ما به عنوان مرخصی، به عنوان آخر هفته، به عنوان 8 ساعت کاری، به عنوان
چه میدونم حقوق کار کنن. حقوق کار ممنوعیت کودکان اینها داریم محصول مبارزه مداوم تمام نیروهای کار در قالب‌های اتحادیه‌های متعددی بودش که وجود داشتش. بعد این عددی که در واقع اتفاقا این نکته‌ای که درباره امریکا میگی نکته مهمیه. ببینید سال 1950 خب حالا من تصورم این بود که آقای دکتر خیلی با این نظر با در شکلی از رفاه و نظام رفاهی همدلن، خب به خاطر همین پس ذهنم موندش. ببینید سال 1950 33% کارگران امریکا عضو اتحادیه ها بودن. خب ما تو در واقع اگر نمودار نابرابری رو ببینیم تو اون سالها کمترین نوارد دهه 50 60 و 60 تا 70 تا موقعی که در واقع اون داستان اتحادیه زدایی تشکل زدایی اتفاق میفته. ولی یه اتفاقی میفته، اتفاقی که میفته اینه که ما توی یک عصر، توی یک عصر استثنایی شاهد همزیستی صنایع بزرگ، دولت رفاه بزرگ و اتحادیه‌های بزرگ هستیم. این رو تو اروپا هم شاهدش هستیم. یعنی توی دوره 1950 حالا در واقع اون موقع خب ژئوپلیتیک جهان متفاوت بود، یک شوروی بودش، در واقع این دولت رفاه ها از حراس شوروی در واقع سعی میکردن خدمات رفاهی رو چیز کنن. برنامه ترومن اساسا برای این بود، طرح مارشال قرار بود کمک کنه. من نمیخوام در واقع میدونم مقایسه های تاریخی خیلی ربطی نداره، ولی الهام بخشه از این جهت که ذهنمون نزدیک بشه به هم دیگه. ما همزیستی اتحادیه های بزرگ، صنایع بزرگ و دولت های رفاه رو داریم میبینیم. در نتیجه اینا ذاتاً علیه هم دیگه نیستن. خب یعنی مثلا شما میتونید اتحادیه های بسیار فعالی داشته باشی که اتفاقاً تو بسیاری از جاهای دنیا دولت نیستش که چیز کنه بگی من میخوام حداقل دستمزد تعیین کنم. مذاکره اتحادیه های متعدده. خب و اونا مبانی دارن، در واقع یک قواعدی دارن، یک اصولی دارن. اونجا اتفاقا آنچه آقای دکتر میگن در واقع قواعد بازار هم حاکم تره، چون میگن که ما جوشکارها، ما 100 نفریم، خب شما 2000 تا جوشکار میخواین، خب ما خب گرونتر میشیم. ولی این به معنای این نیستش که ما مثلا چه میدونم آرماتوربندا چون زیادیم کمتر از عدد باز تولید نیروی کار بگیریم. نیروی کاری که میره کار میکنه، شما الان توی خیلی از کشورهای اروپایی مثلا من نمونه آلمانش رو میگم، شما دولت عملا بسیار جا مداخله میکنه، ساعت کار محدود میکنه برای اینکه بیکاری ایجاد نشه. بگی شما بیشتر از 20 ساعت در هفته اگه کار کنی کار سیاهه. خب در درجه اینجوری نیستش که و این هم در واقع بدبستون بزرگ با اتحادیه هاست. اینا گاهی جلوی هم شاخشونه میکشن، گاهی چه میدونم اونا کامیوناشونو میارن بیرون، ولی در اکثر اوقات دارن بدبستون میکنن با هم دیگه. آقای خراسان یه سوال، الان این مسئله حداقل حقوق، الان فرض بکنید که ممکن کارگرا علاقه من باشه 15 16 میلیون باشه، مثلا دولت علاقه من باشه اینو مثلا 11 12 میلیون، این مسئله چند درصد از کارگراست؟ چون به نظرم الان یه ذهنیتی ما داریم که حالا این ممکنه مال 10 درصد باشه، مال 50 درصد باشه، این مال چند درصد از کارگراست؟ ما حالا طبق این آماری که من که نرفتم بشمارم، ولی طبق آماری که منتشر شده، ما مثلا هولوش 14 15 16 میلیون نفر تو در واقع بیمه تامین اجتماعی دارن. باز هم گفته میشه از این 15 میلیون نفر 70 درصدشون اینها حداقل بگیرن. شما کافیه، یعنی مثلا یه عددی هولوش 10 12 میلیون تومان، 12 میلیون اصلا 12 میلیون رو مبنا بذاریم، شما حساب کنید بود خانوار رو 3/10 بگیریم، همین 3/10 که متعارف میایین، شما حساب کنید 12 میلیون نفر ضرب در 3/10 کنید، چیزی حدود نزدیک به 40 میلیون نفر در میاد، درسته؟ بله. 36-7 میلیون نفر در میاد. یعنی ما داریم تازه اینا قراردادهای رسمی هستند. تازه اینا رسمی هستند. آره روشن قرار کاغذی وجود داره. ما حجم بسیار زیاد. و یه نکته آخر این که بالاخره این حداقل دستمزد رو سطح عمومی دستمزد ها، من هم چیز نیستم، این روال فعلی رو نمیپسندم. خب یعنی روال مطلوب منم این نیست. ولی بالاخره الان داریم تو این الان امسال داریم حرف میزنیم، داریم راجع به همین نظم داریم حرف میزنیم دیگه. همین نظمی که مثلا حتی اگه نماینده های نیروی کار امضا نکنن اینا میتونن تصویب کنن. یعنی خیلی اون شورا شورای یه طرفه ایه.
ولی بالاخره نکتم سر اینه، میخوام بگم اون ما داریم راجع به سرنوشت 40 میلیون آدم حرف میزنیم و این 40 میلیون آدم مهمن، بخشی از این جمهوری. حالا من تو سوال بعدی علاقه من از شما بپرسم که بالاخره این نتیجه یه نوع مکافات اقتصادی تو کل سیستم اقتصادی کشوره که حالا این از یه طرف حل کردن چجوری میتونه مشکل حل بکنه، ولی الان من به نظرم تو اون نکته ای که شما فرمودین که مسئله حداقل حقوق مال یه بخشی از کارگرانه که سنشون بالاست و همچنان آن اسکیلد موندن، ظاهرا اینطوری نیست، یعنی ما مبارزه برای تامین حداقل معیشت مسئله حداقل 40 میلیون نفر. 6 تا موضوع تو صحبت‌های ایشون بود. حالا من بذار اول این نکته‌ای که شما فرمودید اشاره بکنم. نه، ما چون نظام بازنشستگی اون اشکال داره، شما یه عمر 27 سال 28 سال میتونی حداقل بیمه پرداخت کنی، 2 سال حد اکثر، بله. بعد حقوق بازنشستگی متناسب با 2 سال آخر میشه، همه میریزن تو اون پایینیه. آره خب، یعنی لزوما شما اینجوری نیستش که الان همه کسایی که حداقل بیمه رو پرداخت میکنن حداقل حقوق میگیرن. توجه میفرمایید؟ تخمین واقعی تری از نایه هزینه ها وجود داره که بفهمیم؟ نه، من خودم تخمین ندارم واقعا. خب ولی این چیزو ما میدونستیم، یعنی موقعی که من تو وزارت خونه بودم میدونستیم که به خاطر قانون بازنشستگی کل رفتار بازار مختل شده، اظهار واقعی نمی کنن. اگه شما حقوق بازنشستگی تابعی از میانگین 30 سال حق بیمه پرداختید باشه، اون وقت این نرخ درست میشه. این یه نکته هستش که باید بهش اشاره کرد. یه خاطرم بدم نمیاد بگم، اینکه فکر کنم خود بحث رو شیرین کنه، تلخ نکنه. من یه مقطعی معاون وزیر بودم، حقوق من اون موقع 12 میلیون بود، 4 میلیون دانشگاه میدادن، 8 میلیون وزارت خونه. بعد یه روز خبر رسید به ما، نگهبان یکی از این شرکت ها که 14.5 میلیون میگیره، و خبر به وزیر آقای ربیعی رسید. آقای ربیعی گفت خدایا آخه این چه وضعشه، یه هست که نگهبان این منطقه آسادی که این شرکت های ما فقط بالا پایین میکنه زنجیر رو، 14.5 میلیون میگیره. خب یعنی چرا انقدر میگرفته؟ با همین استدلال که ما تو منطقه آزاد هستیم، اونجا هواش بد است، ولی اینجوری آه. خب اینجا تصور نکنم اصلویه خیلی حقوق بالاست، خیلی بالاست. من یادم یکی از پتروشیما مدیر عاملش دوست من بود، من این رفته بگفتم من حقوق 18 میلیون بستمه، تمام حراست رو اینا ریخته بودن سرش، تو داری ما رو بدبخت میکنی. تو که چه سالی؟ این سال 98. خب که ما همه درستی تو من میگیریم، وقتی مدیر عامل میه 18 میذاری ما بعد کل سیستم فشار میاد روی اینکه تو باید حقوقت بره بالای 30 تومن. خب کار ما رو خراب نکن، توجه میکنی؟ یعنی اینجوری نیستش واقعیت داستان. نکنیم، باید خیلی عینی صحبت بکنیم. ایران یه کشوری هستش که شمال شهرش میری عین اروپا است، جنوب کرمان میری مثل آفریقا است. خب و تفاوت وحشتناک هست. این تفاوت وحشتناک نتیجهش میشه که هزینه زندگی کاملا متفاوته. تو تهران با سیستان بلوچستان هزینه زندگی کاملا متفاوت هستش. بنابراین وقتی شما یه نرم ثابتو برای همه تعیین میکنی، نگاهت به کجاست؟ کسی که تو تهران داره زندگی میکنه. ولی این خیلی خیلی به نفع کی میشه؟ ظاهرش اینه که به نفع اونی که تو سیستان بلوچستانه، چون اونجا از نیزنه یه سوم تهرانه. من یادم هستش که زمانی که یه مدرسه غیر انتفاعی توی تهران شهریش 12 میلیون بود، شعبه همون مدرسه تو سیستان 3 تومن میگرفت. من میگفتم خب چی؟ میگفت کافیه دیگه، معلم ها دستمزد اینجوری از کافیه برامون. یه از نیزنه یه واقعا فرق میکنه. حالا این چه پیامی داره؟ شما یه نسخه برای همه ببخشید، برای همه کشور می‌بندی. یعنی از نظر شما اگر حداقل حقوق منطقه‌ای بشه، آره این راه آره حل، این کمتر مسئله خیلی کمتر میشه. ظاهر داستان این هستش که وقتی حداقل حقوق فراگیر همه جای کشور یکیه، خب این به نفع مناطق محرومه. ولی واقعیت اینجوری نیست. به نفع کی میشه؟ اونایی که تو شرکت های دولتی هستن و حداقل حقوق میگیرن اونجا رعایت میکنن. خب ولی
بخش خصوصی اونجا، چون میدونن که بابا کارگر اونجا یه سوم یه چهارمش هم گیر میاد، ترجیح میده سیاه کار بکنه، اصلا وارد قرارداد رسمی نشه، چون هزینه زندگی اونجا خیلی پایین تر از تهرانه. توجه میفرمایید؟ حالا بنابراین کارگرایی که تو بخش دولتی نیستن تو مناطق سیستان بلوچستان اصلا تحت پوش قانون کار نمیرن، همه شروع میکنن سیاه کار کردن، چون براشون میصرفه واقعا. حالا یه پیامد بدتر داره که من دغدغم این دومی بیشتره. اونم اینه، اگه شما میخوای کارخونه بزنی دوست داری کجا بزنی؟ اگه شرایط همه کارخونه نمیتونه سیاه قرارداد ببنده، کارخونه بزرگ، خب چون مجبورن تو چشن بازرسای کار هی میان، واقعا خیلی سخته براشون فرار کردن. اگه دستمزد حداقل تهران و سیستان یکی باشه، خب ترجمه تهران باشه، نزدیک بازار بزرگ کارخونه بزنی، اینجا قدرت خرید بیشتره و فلان این حرفا. ولی اگر تیپ کارخونه شون نیرو کار زیادی بخواد و دستمزد منطقه‌ای باشه، سیستان خیلی ارزان‌تر باشه نیروی کار، خب و نیروی کار سهم بزرگی از هزینه شما داشته باشه، اون وقت برای این کارخونه می‌صرفه بره تو سیستان. توجه می‌کنید اینجوری توسعه پخش میشه. وقتی شما یه فرمول یکسان برای کل ایران میذاری، همه به نفعشون دور و بر تهران باشن، همه به نفعشون دور و بر اصفهان باشن. وقتی دستمزد متفاوت باشه، بدون کارگر تو خوزستان ارزون تره، بدون تو ایلام ارزون تره، شرکت ها ترجیح میدن از مرکز دور بشن. خب و ما خودمون خراب کردیم، ما خودمون این کارخونه رو جمع کردیم دور تهران با امثال این انگیزه ها. بله توجه کردید، اینا خیلی مهم است. حالا من خیلی حرف دارم در مورد نکاتی که ایشون زد. نکنه ما حرفمون الان در مورد حداقل حقوقه. حقوق نیروی کار بحثای متفاوتی داره، مرخصی، ساعت کار، کار کودکان، این حرفا. و بشر تحول پیدا کرده حقوق کار، هرچی جلوتر اومده یاد گرفته که باید حقوق بیشتری برای کارگر، کارکن بگیم، قائل باشه. این محصول چی بوده؟ یه روایت دوستان هست که محصول مبارزه کارگر بوده، یه روایت این هستش که محصول رشد تکنولوژی بوده، رشد بهره‌وری بوده، دستمزد در طول زمان رفته بالا، افراد وضعیتشون بهتر شده، کم کم رفاه شما، حداقلای شما کم کم تأمین میشه، نیازهای ثانویت برآورده میشه، اون وقت دیگه روی المان رفاهی بالاتر میری مذاکره میکنی. توجه میکنی؟ مناقشه صرف اصلا جواب نمیده، وقتی بهره‌وری خیلی پایینه، کشور خیلی فقیره، خب چونه زدن رو کیک ثابته، بگه سهم کارگر بیشتر، کارفرما کمتر، این فایده نداره اصلا. چرا فایده نداره؟ من باز یه مثال بزنم برای اینکه مثلا روشن بشه. آقا اصلا ما بیم حقوق، حداقل حقوق رو 10 برابر بکنیم، خب خیلی خوب میشه از کارگرا، ساهرش آره خیلی خوب میشه، حقوق خیلی میره بالا. ولی فکر کنیم بعدا چه پیامدی پشت سر این داستان هست. هزینه تموم شده خیلی میره بالا طبعا، توجه میکنیم، ولی قدرت فروش چیز لزوما بالا نمیره، چون تقاضا جامعه بالاخره کشش رو نداره خیلی قیمت رو بره بالا. سود میفته، سود بیفته چه پیامدی داره برای کارفرما؟ جذابیت توسعه‌شو کم میکنه. آفرین. یعنی کارفرما سود وقتی میکنه تا یه حدی میره خونه‌ش بهتر میکنه، تا یه حدی میره ماشینش رو بهتر میکنه، تا یه حدی لباسش بهتر. از یه حدی که بگذره جاه طلبیش چی است؟ صنعتش گسترش بده، کارخونه‌شو بزرگتر بکنه، تکنولوژی جدید بیاره. اگر ما نگاهم این باشه که هی از کارفرما بزنیم، خب من خیلی اغراق‌آمیز گفتم که مسئله روشن بشه، خب چی میمونه؟ پول برای نوسازی از بین میره. الان تو بخش دولتی همین اتفاق افتاده، تمام فشار این هست حقوق کارمنده بره بالا. اوکی، پول برای نوسازی ساختمان‌های دولتی نیست. الان شما هر ساختمان دولتی میدید زار میزنه، افتضاحه، خیلی جا پول رنگ زدن دیگه نداشتن، میری ساختمان فرسوده است، محیط‌های اداری افسرده کننده است. خب مثل مدارس دیگه، هر چی پول میدی میدی به معلم ها، دیگه چیزی برای نوسازی مدارس نمیمونه، مدارس ما روز به روز کیفیتش بدتر میشه. بنابراین
مسئله رو نباید اینجوری ببینیم که از این کیک ثابت ما چنگ بیشتری بزنیم به نفع کارکنان از کار. مسئله کی حل میشه؟ این کیک بزرگ میشه. مسئله کارکنان در غرب کی حل شد؟ رشد اقتصادی، 2 قرن 3 قرن رشد اقتصادی اومد، رفاه برد بالا، خب دستمزد رفت بالا. اتفاقا من داشتم آمار هزینه خانوار تو ایران رو نگاه میکردم همین 2-3 روز پیش، چیز خیلی جالبی دیدم. دیدم بعد از جنگ شما تا سال 86 هزینه خانوار همینجوری رفته بالا به قیمت ثابت ها، یعنی تورم کسر کردیم. خب چه اتفاقی افتاده از بعد از جنگ تا سال 86؟ هزینه خانوار پیوسته رفته بالا، یعنی رفاه خانوار رفته بالا. فقر از 50% سال 66-67 میاد دوروبر 20%، دیگه میمونه. چه اتفاقی افتاد؟ 30% فقر شما کسر شده، دستمزد رفته بالا. خب چه اتفاقی افتاده؟ جنگ حداقل دستمزد بوده، این نعمت رو برای ما فراهم کرد. مسئله رشد اقتصادی، اقتصادمون رشد کرده بود، سرمایه گذاری کردیم، خب این همه کارخونه ساختیم، این هم سرمایه‌گذاری خارجی دو زمان های خاتمی انجام شد. زمان های هاشمی با بدبختی با قرض گرفتن کارخونه ساخته میشد، فضای سازندگی بود، فضای پیشرفت بود، رو دستمزد کارگر تاثیر گذاشت، دستمزد رفت بالا، رفاه رفت بالا، هزینه خانوار رفت بالا، درصد خانوار زیر خط فقر به شدت 30% افتاد. ما یکی از کیسای موفق فقرزدایی هستیم تو دنیا، فکر نکنید. حالا همه فقط بدی میگن از کشور خودمون، ولی ما تو اون برهه جزو کشوری موفق بودیم تو فقرزدایی، 30% فقر رو آوردیم پایین. اگه موافقین ما همین مسئله رشد اقتصادی حداقل حقوقم از جامعه خراسانی بپرسم. الان ما مسئله‌ای که داریم، یعنی خیلی از افراد بیان میکنن، اینه که حداقل در یک دهه اخیر کشور به لحاظ اقتصادی درجا زده و این مسئله کلی اقتصاد که رشد نکرده رو آیا ما میتونیم با یه منازعه بر سر حقوق مشکل کارگر رو حل بکنیم؟ یعنی خب یا باید در مجموع، یعنی خود همین بالاخره حقوق پایین تر تو برخی از مناطق اگر تو سیستم بازار بخواد وجود داشته باشه، این پیام دهی میکنه، آدم ها رو ترغیب میکنه. حتی همین الان نسبت به کشورهای منطقه اگر واقعا بازاری وجود داشت، حالا به خاطر تحریم ها خیلی امکان پذیر نیست، طبیعتا همین نیروی کار ارزان میتونست محرک رشد اقتصادی باشه. خب ما تا زمانی که اون مشکل رو به صورت کلی حل نکنیم، چطور میتونیم بیایم فقط با یه چانه زنی بر سر حداقل حقوق مسئله رو دعوا بکنیم؟ یه جور مبارزه با معلول نیست این ماجرا؟ حالا این بس خوبی هم هست از این جهت. من قبلش فقط یه نکته‌ای درباره منطقی شدن دستمزدها بگم. من خیلی موافقم، فکر نمی کنم علل اصول کسی مخالف منطقی شدن دستمزدها باشه، کمان که در قانون هم پیشبینی شده. ما در قوانین متعدد کار ما همیشه 2 چیز معیار بودش، منطقه و اون صنف و اون قشری که در واقع دارن کار میکنن، بخشی که دارن کار. ولی کو ظرفیت بروکراتیکش؟ یعنی شما در واقع همین جوری که نمیتونی بگی علت این که این قانون اجرا نشد، بخش زیادیش به واسه اینه که ظرفیت سازی نشده. اون طرف کی میخواد مذاکره کنه؟ خب شما یه شورای عالی کار دارید که با 1000 بدبختی مثلا 2-3 تا نماینده کاری، 4 تا نماینده کارگری میتونی بسازی توش. اون چیزی که شما میگید اتفاقا نیازمند اتحادیه‌های وسیعه. خب یعنی من در واقع مثلا صنعتگر بتونم چیز داشته باشم، بتونم یه اتحادیه‌ای داشته باشم، کارگرها بتونن یه اتحادیه‌ای داشته باشن که اینها بتونن با همدیگه چونه بزنن، با هم اصلا توافق باید بکنن. یعنی اصلا غیر از اینم پیش نرفتش. شما میدونید این داستان اتحادیه‌ها اساسا با صنعتگرا شروع شده بود تو قرون وسطا، بهشون میگفتن گیلد. اینها در شما تو این کشورهای اروپایی بسیارشون میبینید که کلیساها جلوشون محبت‌های بسیار وسیع داره. این گیلت ها، این در واقع اصناف آهنگر بودش، نمیدونم یا مشاغل نجار بودن، مشاغل دیگه داشتن، اینا اتحادیه میشدن و میمودن اونجا چونه میزدن. خب
و اساسا جزئی نیست. و یه چیزی هم فراموش نکنید، ببینید نکته سر چونه زدن، مگه الان اتاق بازرگانی برای کی داره چونه میزنه؟ یعنی ما بگیم که خیلی خب ما اقتصادمون اینطوریه، ما اتاق بازرگانی نباید داشته باشیم، چون خیلی خب اگه قرار تشکلی اتحادیه نداشته باشیم اتاق بازرگانی هم نداشته باشیم، مجتمع چیچه صنفی پزشکان هم که الان مثلا درخواست تعرفه 47% داده اونم نداشته باشیم، بقیه اخشارم نمایندگی نداشته باشن. خب این یه چیز، خود این باعث میشه که ما نتونیم، اتفاقا یکی از معضلات کارگری که نمیتونیم چکن بالانس کنیم بین اینا، یعنی ما جلوی بالاخره اتاق بازرگانی با یه نیروی کار یه اتحادیه‌ای داشته باشه، نمایندگانی داشته باشن که با اینا مذاکره کنن، که آنچه آقای دکتر میگن که نمیدونم دولت و اینا، دولت عقب‌تر وایسته حافظ حقوق باشه، در واقع خدمات رفاهی تامین کنه. درجه مادامی که اینها نیستش و یک طرف است، یعنی آقایون رؤسای جمهور ما هر کدوم مثلا واسه این که دورشون رو شروع کنن یه سر بینه اتاق بازرگانی، چون کشور خب لنگش میمونه دیگه، صادر کنندش وارد کنندش عناصر قوی اقتصاد و تجارت کشور اونجا، خب برای نیروی کار هم چی جایی وجود داره؟ همین آقای رئیسی که مثلا داخل گیوم سید محرومان سفر در واقع ریاست جمهوریشو با در واقع رفتن به اتاق بازرگانی و بعد بازار شروع کرد، چون اونم میفهمه که بالاخره اونجا قدرت داره، خب بخشی از مهمی از قدرت اونجاست و دولت باید بتونه با اینا کار کنه. در واقع یه بخش مهمی از داستان این در واقع این تبعیض عجیب و غریبی که وجود داره و بخش مهمی از قفل شدن توسعه اینه که ما به طور تبعیض‌آمیزی تشکل‌های بسیار قوی که حتی میتونن وظایف دولت انجام بدن، یعنی کارهایی رو باید بکنن که اساساً وظیفه دولته، و جاهایی تشکل ستیزی میکنیم یا اصلا دوست نداریم تشکل باشه، یا من که معتقدم بسیاری از جاها با تعیین نظری تشکل ستیزی کرد. جمهوری اسلامی محصول خب در واقع کار متشکل، مبارزه متشکل بخش مهمی از کارگرها تو ایران بودش، از صنعت نفت آبادان گرفت تا پالایشگاه تهران. خب بعد اینکه قدرت تثبیت شد این تشکلها خیلیاشون از بین رفتش، خیلی از تشکلها مهندسی شدش، در نجیب در واقع اتفاقا تنها قشری که توی جمهوری اسلامی به حقش نرسیده از این جهت کارگر بود، اون بازرگانش بالاخره یه سودی برده، اون صنعتگرش، اونهایی که بالاخره محصول، چون جمهوری اسلامی محصول یک توافق طبقاتی بود دیگه، اینو فراموش نکنید. ما این نکته مهمیه. ضمن اینکه ببینید ما داریم راجع به توسعه حرف میزنیم، من به نظرم این گفتار یه خطای روش شناختی داره، این گفتار کیک اقتصاد. خطای روشیش هم اینه که عمیقا مرحله گراست. خب یعنی ما شما از نظریه پردازان مثلا شما طیف حامی ترومن بگیر تا نظریه پردازان چپ، خب چپ اقتصادی، اینها عمیقا مرحله گرا بودن، گفتن شما مثلا داشتین مثلا اون نظریه بیگ پوش مثلا فشار همه جانبه این بود که شما باید اول این کارو بکنید بعد این کارو بکنید تا برسید به این کار، یا منحنی های متعددی که وجود داره که خب اول باید این کار انجام شه، بعد مرحله تیکافه، بعد آمادگی برای بازاره، بعد میرسید شما به رفاه، بعد میتونید کل قصه این نظریه های در واقع مرحله ای اینه که آقا میریزه دیگه، به اصطلاح میریزه از بالا، میریزه واسه طبقات پایین، تریکل داون اکونومی، یعنی از در واقع میریزه سود از بالا میریزه پایین، ولی تاریخ چیز دیگه بهمون نشون میده. یعنی ما یه نمونه خیلی برجسته داریم که مثلا پیکتی نقدش میکنه، اون هم نشون میده که اگر بازه اون زمان رو بلندتر کنی اتفاقا نشون میده نابرابری بیشتر شده. خب یعنی شما اگر اون منحنی رو به جای اینکه از سال 1950 تا مثلا 1990 بذارید، از سال 1917 بذارید تا مثلا سال 2020، خب نشون میده که ریخته. در نتیجه این یه شکلی از در واقع این یه شکلی از ایدئولوژیه که وارد در واقع خیلی وارد فضای در واقع مطالعات توسعه و مطالعات اقتصادی شده که آقا صبر کنید یه کیکی باشه، خب بعد اینکه کیک ساخته شد شما سهمتون رو میگیرید. من میخوام بگم که خب خیلی وقت این اتفاق نیفتاد. خب مثلا چی به صورت مشخص؟ الان عرض میکنم چیز سرمایه بخشی از صنعت زدائی توی امریکا
به خاطر این بودش که رفتن جای دیگه، رفتن جای دیگه که نیروی کار ارزون بودش، خب رفتن جای دیگه که مقررات مالیاتی نبودش. خب الان من الان داوید توی شوخی کردم، منم یه شوخی بکنم میگن در واقع چیزو 10 برابر کنیم، در واقع حداقل دستمزد رو 10 برابر کنیم، من میگم که حداقل تو اون حالت اون پول داخل ایران میمونه. خب یعنی پول نمیره تورنتو، یعنی کارگر پول که تورنتو نمیاره، پول که دبی نمیبره که. خب ولی من و این موضوع مهمیه، ما اینکه چقدر این موندن زیر تصور این کیکه، خب یه روزی بزرگ آره میشه به ما میرسه، یه روزی بزرگ میشه به شما میرسه. خب شما که الان ما که این همه عقب بود، ما یه موقعی جنگ بود میگفتن که جنگ تموم میشه ما دستمزد رو بالا میبریم، خب بالاخره شرایط جنگ و چند سال میدونی 4 سال دستمزد تکون نخورد، چون بالاخره ملت میفهمیدن جنگ شرایط جنگیه. بعد از جنگ خب دوباره یه مقدار یه تکونی خورد یه ذره، باز الان خب سالهاست ما عقب موندگی دستمزدی داریم. این که شما مدام به یه قشری برسید، من هم معتقدم این سازوکار سازوکار مناسبی نیستش، خب و این سازوکار باید ظرفیت سازی بشه برای اینکه تغییر کنه، واقعی تر بشه، منطقی تر بشه، به انضمامی تر بشه، به مشاغل نزدیک تر بشه. ولی از طرف دیگه معتقدم که طی همین سازوکار خب ظلم بسیار بیشتری به نیروی کار شد و ما نیروی کار ما قدرت خریدش، اینا دیگه عددا نشون میده، قدرت خریدش روز به روز کمتر شدش. اون نکته‌ای هم که آقای دکتر میگن نمیدونم اشکال ساختار بیمه اینا، بله اون اشکال ساختار بیمه، ولی چند نفر؟ ما داریم راجع به یه عدد حداقل 40 میلیونی حرف میزنیم، مثلا من بگم 5 میلیونشون، 10 میلیونشون، باز میشه 30 میلیون. باز این عدد 30 میلیون حداقل بگیر به ما نمیگه که حالا شما به این 30 میلیون حداقل بگیر 10 میلیون کارگر حداقل غیر رسمی رو اضافه کنید بشه 40 میلیون، بازم به ما نمیگه که اونهایی که اون کارو با بیمه میکنن درآمدشون چقدره. یعنی ما عددی از اون جهت نداریم، یعنی ما اینقدر عدد رقم درست حسابی تو اقتصادمون نداریم که بخوایم اتکا کنیم. درجه حداقل میتونیم من و شما توافق کنیم سر یه چیز که آقا بالاخره تو این کشور 80 میلیونی 40 میلیون نفر سفرهشون درگیر این حداقل دستمزده. باشه سازوکار خراب نیست، ظرفیت سازی نکرد، ولی کارگر که نباید ظرفیت سازی می، کارگر باید میرفت تشکل میسا، خب نذاشتن تشکل بسازه، یقش رو گرفتن با بدبینی، با کارهای عجیب غریب. خب اون طرف دولت باید ظرفیت سازی میکرد، خب اونم نکردش، حالا چیکارش کنیم؟ یه سوالی من برای که مطمئن شم منظور شما رو درست فهمیدم، شما تو نظرتون اینه که اجازه بدیم اتحادیه کارگری توسعه پیدا بکنه، متنوع هم بشه، اونا دقیقا تو همین زمین بازار آزاد بیان چونه بزنن، اونا خودشون بهره‌وری. آره معلومه، یعنی مگه بقیه چیکار میکنن؟ خب بقیه جاهایی که اتحادیه دارن، ببینید این تصور من، این مثال 1950 دهه 50 به بعد برای این میزنم، برای اینکه اون دورانی نبودش که دولت بیاد بگه که آقای کارگر صبر کن من الان میخوام بزرگ بشم، خب من الان میخوام صنایعم بزرگ بشه. نه، چون میترسید از شوروی، یه شوروی بود که میترسیدن، واسه همین ترومن اومده بود گفته بود که آقا ما میخوایم کشورهای جهان سوم هم که چیز هست که توسعه نیافتن به اونها هم توسعه، چون اونها میترسید اینا بره اون بلوک. یعنی اوضاع ژئوپلیتیک چیز دیگه است. الانم انگار اینطوری شده. خب یعنی شما دارید عملا پیام میدید یه کاری که من بترسم، یه کاری که من وحشت کنم تا من یه کاری یه چیزی بکنم. یعنی پیامی که داری شما در واقع به اون قش داری میدی مگه جز اینه؟ خب باید اجازه بدیم این نمایندگی داشته باشه، بتونه منافع خودش دفاع کنه. آقا این دیگه چیز خیلی خیلی پیچیده عجیب غریبی نیست. بله جناب سرزمین، شما با این ایده موافق هستین توسعه اتحادیه کارگری با تنوعش و اینا برن حالا به هر روشی که دیگه بلدن برن چونه شونو بزنن؟ و اون نکته هم در مورد کیک اقتصادم نکنم، اول در مورد اتحادیه من واقعا دانشم کافی نیست، قضاوت قطعی ندارم. خب من میدونم که سوئد که نمونه معروف اتحادیه موفقه، یعنی اتحادیه هایی که مانع توسعه نشدن، اتفاقا کمک کردن که توسعه تو سوئد بهتر انجام بشه. این مذاکرات موفق کارفرما کارگر دولت تو سوئد رخ داد، کار روان‌تر شد. خب اینو ما تو ادبیات خوندیم. مواردی هم داشتیم، ولی من خاطرم نیست میگم چون تخصصم نیستش این حوزه، که اتحادیه اثر معکوس داشتن. خب نتونستن به تفاهم برسن، نتونستن همسو بکنن انگیزه ها رو
و کار رو جلو تو بیشتر ترمز شد، درگیری شد و امثال هم. برای من یه قضیه انگلیسی میگن تریکی، یه خود حساسه. خوب ظاهرا اینجوریه، خوب شکل بگیره میتونه کمک کنه به رشد اقتصادی، بد شکل بگیره میتونه دائم اعتصاب و درگیری و فلان اینا. برای من برداشت من این هستش که حکم مطلق نمیشه داد. ولی دو تا نکته بهم بعد کیک اقتصاد. یکی آمار بودجه خانوار هست، یه حدودی ما رو نزدیک میکنه. اول اونجا خوب نشون داده میشه همه درآمد افراد دستمزد نیست. خب برخلاف اون چیزی که گفته میشه. حالا من خاطرم نمونده، کاش که می آوردم گزارشی که می دیدیم چند درصد نیروی کار ما درآمدهای خارجی دستمزد دارن. مثلا چه عناوینی ممکنه باشه؟ مثلا مغازه‌ای به ارث رسیده بهش. خب ماشین داره، اجاره می چیز میده، میده یک کس باش اسنپ کار کنه، یه درآمد از وای زمین کشاورزی هستش، اون داده یه باغبونی براش کار میکنه، خودش هم اینجای کاری میکنه. ما خیلی از این چیزا داریم که طرف اینجا کارگر هستش، یه زمینی هم تو روستاشون هست، یه کسی براش کار میکنه، یه درآمد این جانبیه. تو آمار بودجه خانوار این میاد که و حدود درآمد دستمزدی هم میاد که اونجا دیده میشه که لزوما اینجوری نیستش که مثلا بگیم 70 درصد حداقل حقوق دارن. خب اونجا یه خورده واقع بینیمش. حالا اینو باید نگاه بکنیم بعد، یا مثلا گزارش های بودجه خانوار رو 1400 هست، 1401 منتشر نشد، نگاه کنیم درکمون بهتر بشه. یکی هم در مورد واقعیت بازار کار ایران اینو هم دقت بکنیم چون نکته مهمیه. ما یه سری بنگاه های بزرگ داریم که عمدتا دولتی هست. یه شبه دولتی هم مثل همونی که من مثالش رو زدم، نگهبانش اونقدر حقوق میگیره. یه انبوهیش بنگاه خیلی کوچیک داریم. بنگاه بزرگ ما ویژگیشون که اشتغال کم ایجاد میکنند ولی ارزش افزوده خیلی بالا ایجاد میکنند، مثلا پتروشیمی دیگه با 300 تا نیروی کار یه درآمد نزدیک 1 میلیارد دلار ایجاد میکنه. این اصلا براش هزینه دستمزد هیچ، صفره، صفر مطلقه. درآمدی که داره ایجاد میکنه چیزی نیستش براش. برای اون اصلا مهم نیست براش دستمزد نیروی کار. شما هر چقدر بگی افزایش بده، این اصلا خودش اتوماتیک میده. شما میگه اینو یه روزم احتساب بکنم به من هزینه‌اش بالاست. همین الان اصلا روی نگاه کنید دستمزد خیلی خیلی فراتر از نگهبان. فقط یه چیزی دارید، مرحله ساخت و با مرحله بهره برداری. بهره برداری من گفتم دارم میگم. توی بنگاه کوچیکی ما اشتغال داره زیاد ایجاد میشه ولی بهره‌وری خیلی پایینه، ارزش افزوده خیلی پایین ایجاد میشه. صد دستمزد متاسفانه پایین تر هستش. و اتفاقا این بنگاه کوچیکی ما خیلی حساسن به این قضیه، مثل حداقل دستمزد، شرایط اخراج و امثال هم. یه خورده شما سختش میکنی، غیر منطقیش بکنی، ناسازگار با شرایط اقتصادی بکنی، اینا سریع واکنش نشون میدن، سریع قراردادها رو سیاه میکنن، سریع دست به اخراج میزنن. توجه میکنی؟ و میگم اینا اشتغال بزرگ ما رو دارن ایجاد میکنن. مثلا یکی اتوبوس داره یه دونه کمک راننده میگیره، بقالی یکی از کنارش وای میسته از یه ساعتی به بعد اون چیز میکنه، اتوشویی هستش، نمیدونم از این میوه فروشی هستش، یه پیکی میگیره میگه ببر میوه رو دم خونه بیار تحویل بده. خب خیلی از این قشرا داریم، اینا خیلی اشتغال دارن ایجاد میکنن ولی خیلی ارزش افزوده پایینه. اینا به شدت حساسن به این قضیه از حداقل دستمزد. برای این یه خورده این بد تعریفش اون طبق تعریفی که اون زیادی از دستمزد تعادلی بره بالاتر حداقل دستمزد به هر توجیهی، سریع اینا آسیب میبینن و نیرو کارش هم آسیب میبینه، یا اخراجش میکنه، یا اون میگه من اخراج نکنم، من سیاه بکنم قرار دادم دیگه، نمیخواد برام بیمه رد بکنه، یا از حقوقم بیمه رو کم بکنه و امثال هم. این هم یه نکته است. یه نکته هم میگم، ما بحثمون حول حداقل دستمزد. متاسفانه تو کشور ما این گره خورده به افزایش دستمزد برای طبقات دیگر دستمزد. اصلا اینا رو باید اصلا جدا کرد. حداقل دستمزد یه موضوع، این جدا، اینکه طبقات دیگر دستمزد چقدر در سال حقوقشون افزایش پیدا بکنه، این اصلا به نظرم لازم است متحد الشکل توسط چیز یه جا تصمیم گرفته بشه. خب این میتونه تو هر بیزنس، تو هر صنف، چی کاملا موضوع متفاوتی داشته باشه. من میخوام بگم متاسفانه اینا به هم گره خورده. یعنی مثلا میگن حداقل دستمزد اینقدر زیاد که همه
رده های دیگه هم باید جا همون قدر افزایش پیدا میکنه که این طبیعتا منطقه. اما بحث خیلی شیرین کیک اقتصاد نه کنید، ما الان قرن 21 هستیم، تجربه های جهانی بیشتر شده، پخته تر شده علم اقتصاد و تنوع تجارب پیش روی ماست. بحث ایشون رشد و نابرابری اشاره کردن، ما هم تجربه های رشد برابر داشتیم هم تجربه های رشد نابرابر داشتیم. خب بالاخره نمونه خیلی معروفش شما رشد آمریکا رو داری که از نیمه از دو دهه آخر قرن بیستم هرچی رشد کرده نابرابری بالاتر رفته، قبلش رشد داشته برابر همراه با برابری بوده. اروپا رو داری رشدش تقریبا برابر بوده، چین رو داری که رشد فوق العاده داشته، فقر زدایی بی‌نظیری تو تاریخ داشته، بیش از 500 میلیون الان میگن 700 میلیون نفر از خط فقر اومدن بیرون و نابرابری شدید. خب یکی مسائل چین نابرابری خیلی شدید هستش، کمون که الان هند هم همین مسئله داره، هند داره به شدت فقر زدایی میکنه، رشد اقتصادی بالا اما نابرابری خیلی شدید. اما شما کشور موفق داشتی، رشد داشتن، برابری هم حفظ شده. خب مثل دست شما داره آسیا جنوب شرقی که این اتفاقا رشد همراه با برابری بوده. یه درسی برای ماست به عنوان یک کشور در حال توسعه، ما میتونیم رشد انگلیسی بگم اول تعبیرش بعد فارسیشو بگم، میگن اینکلوسیو گروث، رشد فراگیر داشته باشیم، یعنی رشدی که همه بخش جامعه میوش برسه. میتونیم رشد اکسکلوسیو داشته باشی، فقط یه بخشی از جامعه رشد بکنه و اون یه خود سرریز بکنه رو قشرهای دیگه. مثالی که خیلی راحت میشه فهمید من بزنم، یه شما میگه رشد اقتصادی من در اثر گردشگری باشه، خارجی ها بیان برن روستاها تو خونه هاشون بمونن، بومگردی و کبیرگردی و جنگلگردی این چیزا، اقتصاد رشد میکنه، دلار میاد تو اقتصاد این حرفا، ولی رشد خیلی خیلی فراگیر میشه، اینکلوسیو گروث میشه، چون از اون ته ته پول میاد شروع میکنه تو اقتصاد چرخ. یا یعنی ما رشدمون فقط با پتروشیمی باشه، بخاطر مالک پتروشیمی خیلی محدودن، اونا خیلی سود میکنن، سود که میکنن حالا میرن نوکر میگیرن، باغبون میگیرن، یه خورده این پولش شروع میکنه چرخه. ولی خوب رشد میوه رشد به بقیه جامعه نمیرسه. برای مسئله ما این هست چقدر رشد ما اینکلوسیو میتونه باشه، فراگیر باشه. سیاست میگن growth enhancing policies، سیاست های مقوم رشد از چه نوع باشه. خب اینجا انتخاب سیاست گذاره، بعد انتخاب بکنیم نتیجه خیلی جالب نیستش. شواهد داره نشون میده که ظاهرا دهه 80 رشد ما اگه اشتباه نکنم دهه 90 که رشد تقریبا نشه خیلی اینکلوسیو نبودش، یعنی همه مناطق کشور منتفع نشدن. اگر اشتباه نکنم دهه 70 فراگیرتر بوده، بخش های مختلف کشور با هم جلو اومدن. پس یه نکته اینجا هست، یعنی اون کیکه باید بزرگ بشود در هر صورت، ولی در مورد تسهیم اون کیکه طبیعتا باید آره دست سیاست گذاری میخواد. خب سیاست گذاری میخواد، اگه سیاست ارزی ما مثل گذشته خودم باشه، ارز ثابت بکنی میوهش به پول داره میرسه، سری میرن خارج خونهشون اینجا میفروشن، خب خروج سرمایه میکنه و امثاله، این اصلا یه رشد خیلی نابرابر میشه دیگه، هم چیزی که دیدیم ایرانی که اون بر ویلا دارن این بر خونه دارن، این فقرا هم که هیچ منفعتی نمیبرن این داستانو، ولی میشه نه اینجوری نباشه. بله ولی یه نکته هم اضافه بکنم. بله. این حرف درسته، پس من دارم تایید میکنم، اما چیزی که با دوستمون شاید زاویه نگاهمون تفاوت بکنه شاید هم نکنه، کشورهایی که رشد کردن چه مسیر رفتن. خب چین رو نگاه بکنیم با 30 سال قبلش مقایسه بکنیم، نیروکار اونجا فوق العاده تحت فشار بود، نیروکار ارزون چین بود جذابیت ایجاد میکرد. خب فیلمایی که از محل کار نیروکار چین، تولید چین، اینها
منتشر میشد واقعا حیرت آوره، واقعا حیرته. با خون دل این بازار صادرات میگرفتن، با فشار شدید هزینه رو میآوردن پایین. نیروی کار ارزون معنی داره، فشار شدید رو نیروی کار بوده تا تونستن قیمت تموم شده رو بیارن پایین. درآمدهای صادراتیشون که رفت بالا، کم کم سرریز شد، کم کم نیروی کار دستمزدش رفت بالا. بعد از 30 سال امروز دیگه من اقتصاد چین نیروی کار ارزون ندارد. برای همین کارخونه‌هایی که خیلی نیرو متکی به نیروی کار ارزونه از چین دارن میرن کجا؟ نه کجا؟ آفریقا. دارن میگن اونجا ارزون تره. خب هم بریم سرمایه گذاری میکنیم، ژئوپلیتیک مهمه، هم نیروی کار ارزون هست دیگه نمیصرفه. و آسیای جنوبی مثلا میرن تو کامبوج، تو ویتنام، همسر اونجا دستمزد خیلی پایین تره. یه کمی تو هند اومد چون دعوا با هند و رقابت شدیده، کمتر تو هند میاد. آسیای جنوبی بیشتر. یعنی باید اجازه بدیم اقتصاد همین حداقل دستمزد پیامش رو منتقل بکنه. طبیعت این رشد، خب شما نمیتونی وقتی توسعه نیافتی دستمزدت بالا باشه. خب اینا با هم قرینن. ناکنید شما باید سوئیس باشی تا دستمزد سوئیس رو داشته باشی. خب پاکستانی دستمزد پاکستان رو داری. خب اینا به هم لینکن. خب به سطح توسعه یافتگی شما کاملا لینکن. یه خورده میتونی یه نوسانایی بذاری، تلورانسی بذاری، همون چونه زدنه. آره یه خورده معنی داره، آره یه خورده بالاتر، یه خورده پایینتر، اوکی. ولی نمیتونی خیلی از سطح توسعه یافتگی منحرف بشی. حتما تبعات داره. فرض بکن اصلا موفق شدی، دیگه اصلا قدرت صادراتی نخواهی داشت. نمیتونی جا باز بکنی تو تجارت جهانی. همسایه توجه کردی؟ برای من واقع بین باید باشیم، تخیلی فکر نکنیم. ما باید به سمت توسعه حرکت بکنیم. با حرکت به سمت توسعه حتما زندگی هم بهتر میشه. کما اینکه بعد از جنگ ما تا سال 86 شواهد آماری من قشنگ داریم که وضع جامعه بهتر شد. منم دوست دارم همه خوب بشه وضعشون. واقعا کی بدش میاد؟ کدوم اقتصاددانی هستش که ناراضی باشه؟ هممون انسانی، هممون حس همدردی داریم. ببخشید ضعیف جان. پس فکر می‌کنیم راه درستش این هستش که اقتصاد رشد بکنه. بله. من علاقه‌مندم غیر از این نکته آخر، مخصوصاً توضیح شما رو در مورد توزیع اشتغال بین کسب و کارهای بزرگ با سود بالا و کسب و کارهای کوچیک‌تر که ظاهراً مسئولیت بیشتری توی تامین اشتغال دارن و بالاخره مارجین کمتری دارن، سود کمتری دارن، حساسن نسبت به افزایش حداقل دستمزد. اینم جزء توضیحات شما بشنوم. بله خیلی ممنون. ببینید بحث احساسات که نیست، مردم خوب بالاخره همه دلشون میخواد که اوضاع بهتر باشه، خوب باشه. یعنی ما فرض نمیگیریم کسی اینجا مثلا چه میدونم نقش شیطان رو بازی کنه، نه تو هیچ رشته ای، نه مثلا چون آدمی. آره آدم ها ممکنه حساشون رو نسبت به واقعیتی که نمیبینن یا لمس نمیکنن از دست بدن. و معلومه من حس نمیتونم بکنم کارگر باربره در واقع چیزا، ممکنه مشاهده کنم، یه مقدار تحقیق کنم، ولی اون زندگی رو نمیتونم بکنم. ولی بالاخره میتونم به عنوان اینکه اینا داخل یک کشورم حساب کنم که در واقع خوشبختی اون ضامن خوشبختی بقیه هم میتونه باشه و هست. ببین ما در مقام یه کشور باید فکر کنیم دیگه. خب من یه نکته ای که دارم این که ببینید آنچه درباره مسیر رشد گفته میشه، ما میدونیم ما مسیرهای رشد بسیار متعددی داشتیم. مثلا مسیر رشد فرانسه با آلمان فرق می‌کردش، اون کشوری که خب توان استعماری بالا داشتش، آلمانی که در واقع بیشتر تو مینلند بودش. نه مسیر رشد، یعنی خب میگم تو خود اروپا مسیرهای رشد فرق می‌کردش و زمانه هم فرق می‌کرد. شما دوران در واقع دوران دهه 60 میلادی کره جنوبی، خب یه نیروی کار اونجا پوستش کنده میشد توی این مزاره، از مزاره میکندنشون میبردن توی کارگاه های عجیب و غریب کار میکردن و شرایط بسیار سختی، بسیار بسیار سختی بودش. ولی ما باید یه مقدار بر اساس واقعیت های امروز حرف بزنیم. آیا ما الان میتونیم شرایط کاری مثلا دهه 50 60 میلادی رو از نیروی کار انتظار داشته باشیم؟ نیروی کار میشه
اصطلاح میگن بیکارای سفید نمیرن سر کار، یعنی میگن که ما چه میدونم سر کار نرفتنمون به صرفه تره تا اینکه بریم سر کار. خب یه مسئله اینه. دو مسئله اینه که این مسئله سطح دستمزد های بالا و پایین. ببینید ما راجع به دستمزد بالا و پایین حرف نمیزنیم. خب ما داریم راجع به یک حداقل دستمزد بنا به تعریفی که من کردم، یعنی اینکه اون دستمزدی که باعث بشه در واقع نیروی کار ماه بعدم نیروی کار بمونه. خب یعنی همون سبد معیشتش و هر چقدر تورم بوده. شما تصور کنید، ببینید ما یه قرارداد اجتماعی داریم که عجیب غریبه. ما پارسال همین موقع ها قرارداد کردیم با نیروی کار که آقا شما 8 میلیون بگیری، با این 8 میلیون تومان میتونی چیز کنی، میتونی سال بعد زندگی تو بگذرونی. سال بعد به هر دلیلی نتونستیم اداره کنیم، تورم های عجیب غریب خورده. شما فکر کنید اسفند الان، این اسفند قاعدتا اون نیروی کار باید با 8 میلیون تومان زندگیش رو اداره کنه، این بهمن باید اداره میکرد دیگه، این چه بگم دی آذر باید اداره میکرد. قابل اداره بود؟ اصلا من کاری ندارم، تو شهرهای کوچیکش هم قابل اداره نیست. یعنی با این رشد قیمت مسکن، با این رشد عجیب غریب اقلام اولیه خوراکی، خب واقعا قابل اداره نیستش. خب یعنی مثلا کی میتونه یاد بگه الان قابل اداره است؟ خب بعد ما الان همین الان دوباره داریم، شما میدونید که مثلا تو خیلی از کشورهای دنیا اینطوری نیستش که هر سال واسه حداقل دستمزد بشینن مذاکره کنن، چون تورمشون پایین تره، شرایط اقتصادیشون پایدارتره، هر چند سال این کارو میکنن. خب ولی ما همین الان داریم واسه تورم نیومده سال بعد بر اساس تورم سال قبل، خب میگیم که آقا همون که همونطور که گذشت شما بیایید چیز اون عدد رو چیز کنید، اون عدد رو توافق کنید، حالا هر چند درصد، هر چند تومانی هم که میخواد بشه، برای تورمی که ما میدونیم سال بعد دوباره باز 30-40 دقیقا زیر 20 که نمیاد که، باز تورم خواهیم داشت. این دوباره چطور میخواد آبان زندگی کنه؟ یعنی این من اصلا کاری به الان به این بحث توسعه و اینا ندارم. این کارگر، این نیروی کار چطوری میخواد زنده بمونه؟ آره زنده بمونه. خب الان بحث سر گرسنه موندن اون بچه است، اینکه کالریش کمتر بشه، کالری دریافتی یا این یه موقعی بود ماها بحث میکردیم، میگفتیم آقا این بچه کارگر دیگه نمیتونه دانشگاه بره. خب چون دانشگاه یه جوری شده که باید چیزای خصوصی معلم، خصوصی های عجیب غریب بگیری، اخشار ترکیب دانشجوها عوض شدش. یه موقعی این دانشگاه محل جهش طبقاتی بود دیگه، خب شما طبقات رو عوض میکردی. بعد یه موقعی مثلا بحث سر این بود که اینا دیگه دانشگاه نمیتونن برن. بعد دوباره بحث سر این بود که آقا اینا مدارسی که میرن خیلی اوضاعش خرابه، یعنی مدارس دوباره خیلی خصوصی شدن، خیلی از دولتی ها نمیدونم با ترکیبای عجیب غریبی 69 مدرسه داریم خدا رو شکر تو ایران پولی شدن. خب بحث سر این بود که این آموزش درست نمیتونه بگیره. بعد دوباره الان بحث سر اینه که این مریض بشه چیکار باید بکنه؟ این بچه کالری آخر ماهشو دریافت میکنه یا نه؟ در نتیجه از منظر کارگری ما خیلی عقب رفتیم، از منظر نیروی کار، اسمشو هر چی دوست دارید بذارید. خب همین منظری که حداقل دستمزد میگیره، اون قشری که آقای دکتر به عنوان کارگران غیر رسمی میگن درسته، اون در هر صورت غیر رسمی میبنده اکثر. یعنی شما همین پیکای موتوری شو اینا، این بحثای خیلی زیادی شده که مثلا الان این دلیوری ها یا یعنی این پیک هایی که توی دنیا هستن، چون خب خیلی از جای دنیا از مهاجرها استفاده میکنن، از نیروهای کار پاره وقت استفاده میکنن، که حقوق اینا چطوری میشه؟ خب چون اینا در معرض گرفتاری های نوپدیدی هستن. من میخوام بگم که ما الان شرکت های بزرگمون، یعنی ما مثلا شرکت های فناورانه بزرگمون، همین در واقع شرکت های تاکسی تلفنی و اینجور چیزها، اینها هم دیگه نه بیمه ای هست نه قرارداد. یعنی آنچه ما به عنوان استاندارد نیروی کار، یعنی مثلا استاندارد نیروی کار اینکه شما یه کارفرما داشته باشی، مجبور نباشی سه جا کار کنید، خب بیمه داشته باشی، خب اون حقوق کفاف زندگی تو بده، آنچه با اون میشناسیم اونا هم دیگه نیستش. یعنی شرکت های بزرگ هم دیگه دارن غیر رسمی میبندن، قراردادی نیستش این وسط. در نتیجه ما محیط کسب و کارمون و محیط کارمون مدام در حال تحول عجیب و غریبه و این مدام به ضرر نیروی کاره. خب یه نکته هم به نظرم آقای دکتر گفتم، به نظرم اون بحث قابل اعتنای راجب درآمدهای غیر دستمزدی که متاسفانه خب چیز نداریم، خیلی عدد رقم
جدی نداریم. ولی ما به طور کلی حالا تو حوزه های مثلا انسان شناختی و جامعه شناختی اینا بحث بود که ما سه حوزه مشخصی داشتیم که به صورت غیر دستمزدی کمک میکرد. حالا نه اینکه چیز کنه در مثلا کار عجیب، نه ضرورتاً ارث. خب حالا ارث یه بحث دیگه است. آینده نیروی کار رو میتونست باز نگه داره، یعنی میتونست شما میتونستی فکر کنی که خیلی خب من اگه تو این حجره هستم 4 سبات دیگه خودم میتونم ساب حجره بشم. خب اون سه تا حوزه، سه تا نهاد بودن دیگه، سه تا نهاد. یکی نهاد زمین بود، خب کشاورزی، دامداری و صیادی، من همشو میگم زمین. خب یکی نهاد خیشاوندی بود، اینکه شما همین الانم دریانی باشی یه رانتی داری، شب بیه تهران یه سرپناهی داری، صبحش میتونی بری یه جایی توی یه سوپرمارکتی کار کنی. خب و در واقع و خانواده های بزرگ در واقع همین اکستندد فامیلی چیز میکردش دیگه، کمک میکردش. و یکی دیگه هم نهاد بازارهای ایران بود، منظورم بازار اقتصادی نه، بازارهای سنتی، که شما من یه در قالب یه مثال خیلی ساده بگم، اینکه شما اگر کارگر یک بخشی بودید و اگر پدرتون یک زمینی داشت، یک کشاورزی داشت، میتونستید فکر کنید من چند ماه از سال مثلا اونجا کار میکنم، یا اصلا نه یه سهمی بهم میده، برنج منو بهم میده، یا یه سهمی بهم میده که من چیز میکنم. ما توی دست کم 30 سال گذشته هر سه تا نهاد، این هر سه نهاد به شدت ضعیف شدن و زیر ضرب رفتن. سومی چی بود؟ یه بودی میفهمید؟ بازارهای چیز. یعنی شما ما مردم نگاری هایی داریم مبتنی بر این که مثلا یه نمونهش خاطرم است که مثلا یه بنده خدایی که کارگر بود از ساختمون میفته، توان کارشو از دست میده. خب پسر مثلا 16 ساله اون درسو ترک میکنه. خب یه خواهر کوچیکتر هم داشت، مادری هم داشت، میره کنار دست داییش توی بازار کار میکنه. یعنی نهاد بازار، نهاد خویشاوندی کمک میکنه این که این بعد مثلا اون پسر مثلا تو 30 سالگی میتونستش به اعتبار داییش و کاری که کردش، اون شبکه‌ای که شناختش، میتونستش صاحب حجره بشه. خب ولی مسئله سر چیه؟ مسئله سر این که این هر سه نهاد توی 30 سال گذشته تقویت که نشدن هیچ، خب به طرز عجیب و غریبی زیر ضرب قرار گرفتن با جریان‌های متعدد، با مسئله مسکن، با نمیدونم تورم، با خود در واقع تغییر کسب و کار، در واقع جای کند شدن کسب و کار از بازارهای سنتیمون به شرکت‌های جدید و چه و چه و چه. گرچه هنوز کار میکنن، یعنی مثلا اینجوری نیستن که، ممکنه در واقع هنوز ما مثلا یه اثرات جدی هم دارن، ولی من میخوام بگم که حتی اون نکاتی که آقای دکتر میگن درباره در واقع درآمدهای غیر دستمزدی که عمدتاً، حالا ممکنه چارت نهاد عمدتاً متکی به این سه نهاد بودن، بسیار طی این سالیان با در واقع عقب موندگی دستمزدی اینها هم بسیار تضعیف شده. شما فقط کافیه حجم در واقع تعطیلی کشاورزی رو ببینید، حالا به دلایل محیط زیستی، به دلایل متعدد که محیط زیست چیزشه در واقع یکی از دلایل اصلیشه، نمود آب نیست. طرف شما تو بسیاری از مناطق ایران مرکزی، خب شما دیگه زمین دارید، طرف 7 هکتار 8 هکتار، اینا میگم نتایج، یعنی نتایج مستند شده است، طرف 7 هکتار زمین داشت، 7 هکتار 8 هکتار زمین داشت و خب 3-4 تا بچه داشت و به اون بچه‌ها رو کمک میکرد. آب نمیومد، مجبور شد بره شهر خونه بچه‌ها بشینه. خب پیرمرد 70 ساله میخواد چیکارش کنه؟ مثلا بگی الان برو فن جدید یاد بگی، مثلا یه عمری مثلا طرف سیفی کاشته بود و این نهادها به شدت تضعیف شدن. آره جامعه سازم، اگه ما بخوایم جمع بندی بکنیم، من از نکات یه نکته میخوام قبل از جمع بندی. بله بله. نه من میخواستم بخش جمع بندی شما رو بشنوم، ولی خب بفرمایید. من با بخشی از فرمایشات ایشون کاملا موافقم. پدیدهای نوپدیدی مثل اسنپ و فلان و اینها، فود دلیوری و فلان این حرفا، فقط مسئله حقوق کارش اصلا یه موضوع بین علمای حقوق کار که اینا تحت چه طبقه‌ای میشن، درسته، ولی به بحث ما ربطی نداره. میگم تایید میکنم معضلیه، ما همه جای دنیا معضل، الان دارن حیف بحث میکنن، دادگاه رأی میدن، مناقشه میکنن، ولی مسئله مهمیه، ولی لزوما به بحث ما. یه فرمایش دیگه ایشون داشت که من میخوام کاملش کنم. ایشون میگه 3 تا نهاد هست، من 2 تا نهاد دیگر رو خیلی اعتقاد دارم کمک میکردش. یک آموزش بود. آموزش تا قبل از دهه 80 فوق العاده
به اون چیزی که میگن سوشال موبیلیتی، ارتقاء اجتماعی تاثیر داشت. یعنی شما لیسانس میداشتی قشنگ طبقاتو میشوشت. بحث درآمدهای غیر دستمزدی بود. نه تو هم درست میفهم. من بحث دیگه دارم. یعنی آموزش تا قبل از دهه 80 که ما با انبوه بیکاری و رشد اقتصادی پایین روبرو شدیم و این حرفا اشتغال ایجاد نشد، قبل از اون آموزشی کارکرد فوق العاده خوبی داشت برای فقر زدایی یه خانواده و ارتقاء اجتماعی. من بسیار کسایی میشناسم که جاهای خیلی دور افتاده ایران اومدن درس خوندن و شغل خیلی خوب گرفتن. کافی یه لیسانس بگیری شما حتما زندگیت عوض میشه. یکم بازار مالی بود. شما تقریبا با اطمینان های شجاعت میخواد چنین تخمین بزنید، ولی به نظر من 70 یا 80 درصد کارخونه های بخش خصوصی ما با پول بانک زده شده، با ارث خانوادگی زده نشده. خب یعنی مصوباتی بوده، قوانینی بوده، شما میخوای کارگاه بزنی، کارخونه بزنی، وامای ارزون و امثال هم. این خیلی کمک کردش که افرادی واقعا از صفر شروع کردن کارخونه زدن. اینها خیلی کمک کرد برای جابجایی طبقاتشون و امثال هم. اینا واقعا مهم. رشد اقتصادی واقعا تأثیر داشت. من این چیزو بگم قبل اینکه یه سوال مهم بپرسم ازشون، شاید بینندگان عزیز یا مخاطبان عزیز ما خاطرشونه یا موقع نبودن، ما دهه 70 70 شمسی ما اصلا مسئله بیکاری نداشتیم. خیلی جالب، هیچ کی فکر نمی‌کنه دهه 70 ایران مسئله به اسم بیکاری نداشت. هر کی بود شغل پیدا می‌کرد، چون اقتصاد خیلی داشت رشد می‌کرد، خیلی خوب داشت رشد می‌کرد و این قشنگ رو رفاه زندگی‌ها دستمزد داشت تأثیر می‌ذاشت. اون طبقه متوسط هم خیلی خوب رشد کرد اون موقع. نشریات فرهنگی بسیار متعددی ایجاد شده بود. این معنیش چی بود؟ معنیش این بود که بخش خوبی داشتی که حداقلش تامین شده، رفته و سراغ نیازهای فرهنگیش، پول میدادن، مجله میخریدن و اصلا مطالبات از مطالبات معیشتی که آخر جنگ بود که آقا بدبختیم روزی 4 ساعت قطع برق داریم، رسید به سال 76 انتخاب خاتمی که ما قانونگرایی میخواییم، ما دموکراسی میخواییم. روز 76 که شعارش اقتصادی نمیده، چون خیلی جامعه تأمین شده بود از نظر حداقل ها. خب تقریبا متأسف قدرت گرفته بود، نیازهای معیشتیش مرتفع شده بود، به نیازهای فراتر رفته بود. خب ما اون تجربه رو داریم. بماند که بعدا همین مسیر رو معکوس کردیم، برگشتیم دوباره به نیازهای معیشتیمون. خب هر چی جلو رفتیم دنده عقب، خلاصه زحمت کشیدیم این 15 سال برگشتیم عقب. ولی حالا این چیز نکاتی بود دوستم تذکر بدم، ولی یه سوال دوست دارم از ایشون بپرسم. من کاملا با شما همدلم، من واقعا دوست دارم که دستمزد در سطحی باشه همه حداقل کالریشون نیاز تامین بشه، به نیاز درمانشون تامین، همه اینا رو من واقعا قلبا دوست دارم. اما یه سوال واقع بینانه، فرض بکنید شما یه کارخونه اسباب بازی سازی، کارخونه نه کارگاه دیگه، یه کارگاه 20 نفری داری، اسباب بازی تفنگ تولید، تو این تفنگ بچه با پلاستیکی، خب اگر حداقل دستمزد رو خیلی ببری بالا، خب قیمت تموم شده این تفنگ شما گرون میشه، توجه کردید؟ و بالاخره بازار ما هم هر چقدر بگیم بسته است، واقعا بازه اقتصاد ما. اسباب بازی چینی از در و دیوار شهر مرزا وارد میشن به قیمت پایین تر، خب و جنس شما فروخته نمیشه و شما هم بالاخره کارفرما هستی، تا یه جایی تحمل میکنه، آخرش هم مجبور چیکار کنی؟ در کارخونه رو ببندی. خب حالا من مثال خیلی اکستریم دارم میزنم دیگه. خب آره، دستمزد تعادلی شاید تو وضعیت اقتصاد طوری باشه که حداقل نیازها رو تامین نکنه، خیلی بده واقعا. خب شرایط کشور شاید خیلی بد باشه که این اتفاق افتاده، ولی بدترش اینه که ما یک کاری بکنیم که اون کارخونه تامین بشه، حداقل نصفه هم تامین نشه. توجه میکنیم ما تعارف نداریم، بی واقعیت ها رو بریم. ما یه زمان میدل اینکام کانتری بودیم، کشور با درآمد متوسط. بعض وقتا به ما میگفتن آپر میدل اینکام، یعنی متوسط رو به بالا. الان ما قبلا 66 بودیم تو دنیا برای درآمد سرانه رفاهمون، الان تقریبا 99 صدومیم. الان با ما میگن lower middle income، درآمد متوسط رو به پایین، نزدیک داریم میشیم به کشورهای low income.
خب حالا اگر واقعا رو حداقل دستمزد بیش از حد فشار بیاری، محصولات شما خب رقابت پذیر نمیشن و کارخونه شما ورشکست میشن. خب و همون حداقل ما دیگه شاغل فقیر نخواهیم داشت، بیکار فقیر خواهیم داشت که حتما فقر شدیدتر از اون شاغل فقیره. توجه میفرمایید؟ من با این مثال خواستم ایده اصلیمو برسونم که حداقل دستمزد نمیتونه از سطح توسعه یافتگی شما خیلی متفاوت باشه. حالا همین نکته شما چیه نظر به این مسئله؟ موقع خودم بگیم الان بگم. نه بگین که بعد جامعه سرزمین جمع‌بندی کنم و بعد نهایتا شما جمع‌بندی. ببینید ما راجب زیاد مثلا یعنی چقدر، خب مثلا چقدر تا چقدر، بذاری سوال اینطوری من در واقع دوباره بسته بندی کنم، تا چقدر این دستمزدش پایین باشه خب اون رقابت پذیر میشه. خب یعنی نکته سر اینه که شما باید بعدش نکته مهمتر این که اساساً چقدر از سهم دستمزد اون به اسباب بازی تعلق میگیره. ما یه ارزیابی یا یه عدد رقم هایی سر این داریم که مثلا تو بسیاری از جای دنیا میگن که خب آقا افزایش دستمزد، افزایش حالا حداقل دستمزد یا هر چیز، اگر متناسب با تورم و سطح بهره‌وریتون باشه قاعدتاً اثر تورمی نباید داشته باشه. توی ایران ما گزارش هایی داریم که تو صنایع مختلف کاملا متفاوته. مثلا صنایعی که نیروی کار مثلا آی تی متفاوته، صنایعی که فولاد چه حالا ما باید ببینیم مثلا تو اون اسباب بازی سازی فرضی شما ما داریم راجع به چند درصد حرف می‌زنیم. داریم راجع به این حرف می‌زنیم از این محصول 10 درصدش دستمزد، 15 درصدش میانگین، که عدد قابل اعتنایی نیست، یعنی از این جهت که قابل اتکام نیست، چون میانگین این میانگین چیزی راجع به جزئیاتش بهمون نمیگه، ولی بالاخره به ما میگه که مثلا 7 الی 10 درصدش. در نتیجه ما چیز در واقع صورت‌های کلی نداریم. ما واسه تمام بحث اتحادیه نمایندگی کارگران، اینکه اونم قدرت داشته باشه بحث کنه، سر اینه که اونم میخواد بحث کنه چونه بزنه که بیکار نشه، میخواد صنعت بمونه، خب چون با صنعتی بمونه که این بیکار نشه دیگه. بعد اون طرف هم میخواد در واقع چیز کنی. ما این مسیر رو اگر بتونیم باز بذاریم، اون وقت قیمتهای، حالا من اگه از لفظ تعادلی بکنم، قیمتهای توافقی متعدد میتونیم داشته باشیم. خیلی جا هم توافق نمی کنن. توافق نکردن چیز عجیب غریبی نیست. یعنی ما همیشه برای اینکه داوری کنیم یه چیزی چقدر خوبه یا بده، بستگی داره که کجاش وایستیم. یعنی تو لحظه 3ش وایستیم یا تو لحظه 10ش وایستیم. یعنی شما همیشه یه دعوایی دارید، بعد توافق دارید، بعد می‌بینید زورت به اون نمیرسه. اصلا چیز فرآیند دولت سازی همینه. یه سوالی آقای سازه، مثلا در مورد همین اسباب بازی فروشی، اسباب بازی سازی مثالی، خب این در طول این یک سال خب قیمت کالاشو متناسب با تورم افزایش داده. اون کالای وارداتی هم مثلا اون عروسک چینی هم به خاطر اینکه خب با نرخ ارز وارد می‌شده، خب اونم تورم پیدا کرده. یه سهمی از خزینه‌هاش هم که مال نیرو انسانیش بوده. بنابراین حداقل به اندازه تورم میتونه نیرو انسانی رو افزایش حقوق بده بدون اینکه نسبت به اون کالای وارداتی عقب بیفته دیگه. درسته؟ داستانش نه لزومه. بس یه سیاست ارزی شما داره. اگه سیاست ارزی ثبات باشه، جنس خارجی ثابت میمونه، ولی شما تورم داخلی رو داری. توجه میکنی؟ خیلی من با فرمایششون تا حد زیادی موافقم و میخواستم اتفاقا همین فرمایششون بشنوم که ببینیم ما چقدر نزدیک دیدگاهمون بخلاف اون چیزی که تا اول صحبت بود. واقعا بازار کار بازار پیچیده ایه. نه تنها ما تنوع منطقه‌ای داریم، تنوع صنایع هم داریم. واقعا کشور ما به لحاظ تنوع صنایع خیلی متنوع هستش و جالبه. خب اقسام صنایع ما داریم و حکم کلی دادن واقعا سخته. یعنی شما صنایع پتروشیمی داری که از نیروی انسانی صفره، و خیلی صنایع کاربر داری که این هزینه تموم شده چیز خیلی بالاست. توجه که برای من یه حکم کلی برای همه اقشار بدیم که حداقل دستمزد این است و ولا غیر، واقعا برای یه سری صنایع کشنده است. توجه میکنی؟ حالا ایشون راه حلش این هستش که میگه اتحادیه‌های صنفی بیاد وسط، هر صنفی برای خودش رو حداقلش دست چونه بزنه و فلان این حرفا. میگم شاید، من هنوز دانششو ندارم، ولی میفهمم که شما خودتو با
پتروشیمی رو ست بکنی با اون شروع کنی، حتی اقل دست رو تعریف بکنی، داغون میکنی یه سری زیادی صنایع رو نابود میکنی، اشتغال جوان ها رو نابود میکنی، حقوق کار رو چون خیلی سیاه میشن و امثال قضیه واقعا قضیه پیچیده. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنیم با توجه به اینکه الان نه اتحادیه ها به اون معنی وجود دارن، همین تنها چیزی که وجود داره همین شورای کار و حتی اقل دستمزده، احتمالاً اگر عددی هم عددش هم تغییر نکنه نسبت به سال گذشته، یعنی بدترین حالات فرض بگیم میگن رشد 0%، کارگرها هم توانایی جون زندنشون هم از دست میدن احتمالاً. برای این به نظر شما نقطه بهینه با همین دارایی‌های فعلی سیاستی چیه؟ دست نخوره خود کارگرها جون زنی بکنن یا راه حل؟ اگر شرایط اینقدر آشفته هستش واقعا به نظرم هر کارگری با کارفرما خودش چونه بزن مذاکره کنه، شاید نتیجه بهتر از این باشه که ما متعدل شد یه حکمی بریم همه صنایع بدیم خیلی هاشون شد، یا فرمایش رو میگه کارگاهی باشه، اتحادیه کارگاهی باشه، دبیتم سنفی باشه، این شاید خیلی کمک بکنه تا اینجور که ما یکی نسخه برای همه اقشار و همه اصناف و اینها همه جای کشور بدیم. بله آقای خراسانی، جنبندی شما رو هم بله خیلی ممنون. من به نظرم حالا بحث که زیاده، من یه نکته رو فقط میخوام به عنوان یه طرح بحث بگم، اونم اینه که حالا به این یاد داشتم خیلی به نیازی آخر صحبتی طرح بحث نمیکنم. نه چون میخوام به عنوان یه چشمنداز بحث، به نظرم مسئله ای که آینده ایران و آینده بخش زیادی از جهان باهاش مواجه، ما درسته بالاخره تو این مسئله اتحادیه ها و سندیکا ها و اینا فقط مسئله کارگری که نیست، خب مسئله دولت سازی تو ایرانه. یعنی ایران یک ما وقتی راجع به ایران حرف میزنیم، راجع به ایران الان حرف میزنیم، راجع به هر چیزش که میخوایم حرف بزنیم، داریم راجع به یه دولت بسیار جوان 100 ساله با نهادهای بروکراتیک نه چندان بالغ، با بسیاری از نهادهایی که نداره، خب یعنی نهادسازی ما تو خیلی از نهادها رو نساختیم، بعد دولت جوانی هستیم و اتفاقا تحت تحریم هم هستیم. یعنی همیشه گرفتاری ما با در واقع نظام‌های قدرت از 1000 دست کم از قبل‌تر شروع شده بود، ولی از 1850 به بعد دیگه اوج گرفتش. تقریبا تمام صنایع ما، صنایع بزرگ ما همیشه گرفتار رقابت نهاد قدرت‌های بزرگ بودن. مثلا می‌دونید که در واقع خیلی از مدیران راه آهن می‌گفتن اون موقع که ما راه آهن ایرانو بعد از 80 سال تأخیر داریم می‌سازیم، چون موقع هند عثمانی راه آهن ساخته بود و ما سر رقابت انگلستان و روسیه پروژه راه آهن اینجا قفل شده بودش. یا گفته می شدش که در واقع یا بحثی که سر مثلا صنایع فولاد داشتیم اینجا، یا سر تراکتور سازی، سر صنایع مختلف ایران، همین صنعتی هم که داره صنعت موجود با بدبختی، یعنی با مصیبت دیپلماتیک از این بگیر از اون بگیر، و نیروی کاره و حجم بسیار زیادی نیروی کاری که راه آهن برای ما ساخت، برای ما پتروشیمی ساخت، برای ما پالایشگاه ساخته، تراکتور سازی ساخته، و این نیروی کار مداومی که در جریانه خب ساخته شده. در نتیجه ما از یه جهت در مقام یک دولت جوان که تا اندازه ای هم صنعت داره و بخش مهمی هم از این نیروی کار تو زمین کار کرده، تو کشاورزی کار کرده، تو بخش خدمات کار کرده، نمونه قابل اعتنایی هستیم. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که به نظر میرسه که ما تو تمام این سالها و تو این نظریات توسعه و تو این بحث‌هایی که سر توسعه کیک اقتصادی یا چیزهای شبیه این شد، یا عامل بسیار مهمی مقفول موند، نه نزد ما، نزد همه دنیا مخفول بود و الان داره یقمونو میگیره. خب و اونم عامل زمینه، محیط زیسته. خب یعنی حجم بسیار زیادی از نیروی کار ما یا درگیر مسمومیت های محیط زیستی هست. میدونید که در واقع گفته میشه عسلویه و اطرافش از تهران ده ها برابر آلوده تره. شهرهای مثل صنعتی مثل عراق، شهرهای مثل چه میدونم آبادان، ماهشهر، تازه اینا فقط آلودگی صنعتی نیست، انواع ریزگردها، مسئله آب، خب و اینها همه نظام کار داره تحت تأثیر قرار میده.
و به نظر میرسه عاملی که وحدت داره میده الان به این نیروی کار متعددی که وجود داره اینه که فقط این نیستش فقط با کارفرما درگیر باشه، مجبوره با زمین هم درگیر باشه. تا پیش از این کارفرما بود، سرمایه گذار بود یا صاحب سرمایه بود که میگفت من ابزار تولید میخوام، ابزار تولید، یه زمین میخوام، حالا منابع، حالا هر چیزی، و نیروی کار. الان به نظر میرسه که منابع هم که خیلی دیگه در دسترس نخواهد بود، یعنی به این سادگی دیگه در دسترس نخواهد بود. خب یعنی مدام غیر قابل پیش بینی تر میشه. در نتیجه ما به نظر میرسه که شاهد شکل‌گیری یه طبقه کارگر اکولوژیک خواهیم بود، خب که این اساسا تو محاسبات ما خیلی نیست، نه تو محاسبات توسعه ما هست، نه تو محاسبات محاسبات قانونی ما هست. کی تو کجای محاسبات قانونی ما هستش که کارگرایی که در معرض اون درجه از مسمومیت عجیب و غریب گوگرد هستن، شما برید تو مناطق استشمام میکنه، کجای محاسبات ما هست که این 10 سال بعد که خب ریش و اعصابش و انواع بیماری هم یاد سراغش چجوری میخواد چیز کنه؟ در واقع ما کجای محاسباتمون هست؟ بیمه که نمیتونم نشون بدم من 10 سال اونجا کار کردم که. خب یعنی حجم آسیبی که کارگر سرمایهش بدنشه دیگه، خب کجای محاسبات ما هستش که این پیک موتوری که توی این هوای آلوده داره کار میکنه، خب اصلا به فرض قرارداد هم داره، به فرض هم دستمزد مناسبی میگیره که هیچ کدوم نیست، نه داره نه میگیره، خب کجای محاسبات ما هستش که این 8 سال دیگه چون در معرض انواع عوامل سرطانزا هست، کجای محاسبات ما هست که این سرطان رو کی قراره چیز کنه، کی قراره در واقع مسئله کنه، کی قراره حلش کنه؟ خب یعنی ما باید احتمالاً ما باید این عنصر اکولوژیک رو به نهاد دولت سازیمون اضافه کنیم، خب چون در غیر این صورت کار کردن بی‌معنی میشه. یعنی من قرار برم جاهای عجیب و غریبی کار کنم با این حجم از شما میدونید دیگه، توی خوزستانی که ریز بخش زیادی از سال ریزگرده، هوا نیست، آدم طرف نجاری میکنه، طرف داره جوشکاری میکنه، طرف داره رانندگی میکنه، خب اون ریه کیه؟ 10 سال بعد ریه کیه و کی گردن میگیره اون ریه رو؟ خب این چرا مهمه؟ چون بخش حالا برای آقای دکتر میگم بخش قابل توجه دیدید دیگه توی فضای بحثای توسعه و بحثای اقتصادی ما تا حرف زدیم میگه کره جنوبی رو ببین، اصلا من میگم ببین این بحثا مشکوکیه. خب ما ببین کره جنوبی چقدر جلو رفت، ما چقدر عقب رفتیم. یعنی به جای اینکه ما مسائل انضمامی بابا اون یه دوره تاریخی بود توی ژئوپلیتیک دیگه، اساسا نمیتونی تو چیز کنی، نمیتونی امریکا بشی، نمیتونی آلمان بشی، نمیتونی کره جنوبی بشی، تو باید مسیر ایران تو ایران توسعه یافته تر رو طی کنی. نکته آخر هم اینه که ببینید ما وقتی که تو این تعریف مبنایی، تو تعریف زیست پذیری، آقا بالاخره میخوایم زندگی کنیم دیگه، اون نیروی کارم میخواد شما زندگی کنید دیگه، زندگی کنه. شما در مقام دولت و سیاست گذار کف داستان اینه که فکر کنی 80 میلیون آدم اینجا چطوری نمیرن. خب حالا نمیخواد ثروت تولید کنه، کار عجیب غریبی نکنم. خب یه بخشش اینه که چیز مانع بشی بقیه بهش آسیب بذارن، ولی باید فکر کنی نمیرن دیگه. این که آقا طرف واسه اینکه نمیره یه قضا میخواد، یه کار میخواد، خب یه ذره چیز میخواد، آب و هوا و اینجور چیز میزا میخواد، خب واسه اینکه یه مرحله جلوتر مطمئن باشه بچهش هم نمیمیره، مسکن هم میخواد، خب آموزش هم میخواد، همین 7-8 رو میخواد دیگه. یعنی ما 8 تا عنصر اصلی داریم که عنصری این که من نمیرم، خب نگرانی باشه بچه‌م هم نمیره، خب در واقع یه بهداشت درمانی وجود داشته باشه. ما الان وقتی که داریم راجع به حداقل دستمزد حرف می‌زنیم تو شرایط چیز عجیب غریبی هست، تو این شرایط داریم حرف می‌زنیم، تو شرایطی که این 7-8 این 7 مورد به خطر افتاده. خب یعنی کسایی که قدرت تأمین مسکن ندارن بسیار زیاد شده، کسایی که آموزش از دست رفته، و الان بحث داره میره سمت این که خیلی خب آب نیست، غذا نیست، چیز شایی نیست. نکته آخرم میخوام فقط بگم این بحث دموکراسی، اقتصاد، نمیدونم چه اینا، بازم من نمیتونم مرحله ای فکر کنم، یعنی بگم که ما الان اول غذا بخوریم بعد مثلا بده، اینا تو امانه. خب یعنی ما موقعی که میتونیم غذا تهیه کنیم توی فرایند مشارکت اجتماعی باشه، خب خیلی دموکراتیک تره، خب میتونیم غذای خوبم تهیه کنیم،
یا میتونه یه چیز دیگه باشه. من بگم من نون رو من میپزم، شاید به هم شما مثلا یه سهمی دادم. خب در اینجا ما باید یه مقدار از این دوگانه هایی که مال دهه های قبل ما بودش یه مقدار فاصله بگیریم و به یه سازماندهی اقتصادی فکر کنیم که دیگه درگیر این داستان های این که ما الان در حوزه معیشت داریم حرف میزنیم، در توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی توامان میتونه باشه با شکل بسیار معینی از توسعه سیاسی. و فراموش نکنیم که دموکراسی ضرورتا وضعیت دموکراتیک نیست. منظورم اینه که دموکراسی فقط این نیست که تو پارلمان و نمیدونم چیز رو داشته باشی، مثلا همه بتونن برن نماینده مجلس باشی. دموکراسی همینه، تو محیط کاره، یعنی من بتونم با شما توافق کنم، شما از قدرت من خبر داشته باشی، من از قدرت شما خبر داشته باشم، ما بتونیم با هم دیگه توافق کنیم و ما نیاز در قدرت آره و ما نیاز به تناسب قوایی داریم که این بار این نمیدونم این گرفتاری تاریخی رو ما داریم، برخلاف کشورهای توسعه یافته که فکر نمی‌کردن به طبیعت، فکر من چیز نبودن اصلا اون موقع، لحاظ نمی‌شد طبیعت، یعنی اینقدر طبیعت ایجنت نشده بود. ما برخلاف، ما الان باید قرارداد سه جانبه ببندیم، قرارداد بین نیروی کار خب و صاحب سرمایه و طبیعت خب، و این اگه لحاظ نشه و اگه این طبیعت لحاظ نشه تمام اضلاع دیگر میتونه تحت تاثیر قرار بده و اصلا کل قرارداد میتونه مرباد. بله من اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، نکاتی که از جناب خراسانی میگیرم این هستش که کارگرها باید بتونن با یه تنوعی که خودش نشون دهنده تنوع بازار کار ما باشه حداقل وجود داشته باشن، صدای متناسب داشته باشن و بتونن حداقل در همون سطحی که شما بیان کردین بتونن چانه زنی بکنن تا یه عدم تناسب بین قوا حداقل منجر به این نشه که اون چیزی که میتونن دریافت کنن هم دریافت نکنن. نکاتی هم که از جامعه سرزمین دریافت کردم این بود که ما حل این مشکل رو بدون حل بحران توسعه نمیتونیم یه راه حل جدی براش داشته باشیم. در هر صورت این ایام که بالاخره هر سال اتفاق میفته یه فرصتیه ما در مورد ارتباط مفهوم کار و توسعه بتونیم یه ذهنیت روشنتری داشته باشیم. بالاخره حداقل دستمزد بالاخره 5% بالا 5% پایین‌تر بسته میشه، ولی اون مشکل اساسی که ما داریم که در حوزه عمومی هیچ توافق روشنی در مورد مسیری که به قول شما به عنوان یک ایران انضمامی میخوایم طی بکنیم نداریم. این فرصت ها ممکنه کمک بکنه که بالاخره افرادی که صاحب ایده هستن تو حوزه عمومی بتونن قانع بکنن آدم ها رو که ما چه مسیری دنبال بکنیم. در صورت ممنونم از شما جامعه سرزهیم، ممنونم جامعه خراسانی، امیدوارم برای بیننده ها و شنونده هم قابل استفاده بوده باشه. خسته نباشید. سلامت باشید. خسته نباشید.